خوش آمدید. هم شما هم برگزیدگان چند دست قبل. بله. الان دیگه فیناله. این دست دست مهمی است. دستی که ستاره های برگزیده گروه های قبلی در سه فصل گذشته دور هم جمع شدن. این به این معنا نیست که واقعا بهترین ها این بزرگواران هستن. البته که همشون بهترینن. اما شایسته ترین ها دور این میزها نشستن و قراره با هم رقابت کنن. در گروه خانم ها اگر خاطرتون باشه یه غایب داشتیم به دلیل بیماری که سرکار خانم مؤمن برای که یارها تکمیل بشه به ما پیوستند و بازی انجام شد. خبر خوب اینه که این فرصت رو دادیم به اون عزیز که بعد از بهبودی در کنار ما باشه. خانم ناصر، شما چه حسی دارید؟ من خیلی هیجان زدم و خیلی خوشحالم. با خیلی از این دوستان تمرینم نتونستم متاسفانه بکنم. حالا برنامه همون با هم جور نمیشد. و خیلی خوشحالم از اینکه اینجا. خدا رو شکر ما هم خوشحالیم، چون حیف بود که شما نباشید، حالا کسالت پیدا کردید در گروه خودتون حضور پیدا نکردید، اما چون تو تمرینات درخشان بودید واقعا حیف بود که انشالله که پرچم بالا نگه دارید. امیدوارم که تو تمرینات خوب بودید اینجا خیلی بد نباشم. هم باهوش و هم در واقع قدرتمند. ممنونم. انشالله هم جد خوب ظاهر بشید. به نظرم عزیزان رو ببینیم، یه دست قشنگ براشون بزنید، برای خودتون دست بزنید. متشکرم آقای اوجی. شمشیر رو از رو بستی یا؟ اسلحه رو گوشید رو میز. علت این که اون اسلحه اونجاست اینه که من دیر رسیدم و دوستان سلاح با خودشون آوردن. ولی خب دیگه اینجا قانون اینه که سلاح ها رو باید تحویل بدن. بنابراین تقاضا میکنم که سلاح ها رومیز لطفا. متشکرم خانم ناصر، خیلی هم خوش آمدید. متشکرم. ما با مافیا طرفیم. آرپیجی آورده. با مافیا طرفیم. اصلاً سلاح گرم ندارم. چی؟ سلاح گرم ندارم. سرد که داری؟ سرد دارم. ببخشید پشتم بشم. بده ما اینجا. با ایستاده بدن که نشستم. هر جور راحتی.
بزنم. اون یکی متشکرم. آیا آفر اسلحه؟ من اسلحه همو نمیتونم تحویل بدم. چرا؟ من که اسلحه من زبان سرخمه که سر سبز مافیا رو قراره بر باد بده. چقدر غیر کلیشه‌ای بود. چقدر جدی. نه با زبونت کاری ندارم، تو بازی لازمش داری. اسلحه ای ندارم. پس بذار بگردی بهت. بفر. پس عینکتو بده. غلکی هم نیست. نه خیلی متأسفم. آقا یه چیزیشو درام، عینکشو درام. نه این هاشفشه. هاشفش داره. هاشمو با هم چیه؟ نداره، اصلش زبونش دیگه. آقای علی مردانی، یکی از بچهای بوتیک سیسیل میگیم بیاد این پاپیون منو شل کنه، دارم خفه میشم. بله. یه کمی از اینجا که رد شیم از بچهای لباس میخوام که یک بار باشه. مرسی. لطفاً موبایل هاتون هم بذارید رو میز. اونا که نیاوردید که هیچی. اسلحه رو آوردیم، موبایل رو نیاورد. اون چیه آقای حاجی؟ این چیه؟ اون که گوشی تلفن همراهه. گوشی تلفن همراه کسی نداره؟ صادقانه گذاشته اونجا. آفرین. میتونیم به حالت پرواز در بیاریم؟ تحویل بدید ما خیالمون راحت. آخه این موبایل کیه گم نشه؟ نداری؟ از همه منضبط‌تر منم فکر کنم. این موبایل کیه گم نشه بچه ها؟ گوشی خودت زدی به اون؟ نه به خدا بالا. باشه اشکال نداره. عکس پشت صفحه ندارید گوشی همراهتون نیست؟ وحید جان تعارف نکن پاشو. اینا به وقتش میره سر جاش. اگه میتونی آر پی جی خانم جنیدی رو فقط بردار. خانم ها بانشتن ظرفا رو جمع کنن. منوچهر از اوناست که شامو میخوره ولو میشه بغل میزا یا بغل سفره. من ولو میشم بچه میخورم. متشکرم. دست شما درد نکنه. اینکه بازی خیلی لطف کرد. اونور جا زیاد داریم. آره اینجا هم جا داریم. علی مافیاز. من از قبل مافیاز. از الان چرا استرس گرفتیم؟ وزن میز ما رفت بالا با علی. علی صالحی. جناب آقای ذهن زیبا. کارت ذهن زیبا رو بدید بهش بازی کنید. آره. چه حسی دارید اومدید بالا تو فینال؟ خیلی زحمت کشیدیم ما. از بچگی آرزو داشتیم که میای مافیا بیایم بالا. از آقای ابوطالب. خدا از آقای ابوطالب. ما از خانم جنیدی شنیدیم که پلیر قویه. از آقای ایمان صفا شنیدیم. ایمان صفا همون دست اول بچه‌ها بندازنش بیرون که راحت با آرامش راحت بتونیم بازی کنیم، وگرنه واقعا ضعیف به نظر میرسیم. حالا میل خودتونه. انقدر خوب بازی میکنه که ماها دیده نمیشه. نگو من کی دست اول چه شهروند بود چه مافیا بندازیمش بیرون قشنگ حال کنیم دور هم. موافقم. بله. لایکاتون رو میخواییم برم کلا بچه ها؟ نه بذار خودم حالا اومدی بذار ما هم یه کاری کرده باشیم بزن. آقا قبل بازی تو اتاق گیریم آقای وحید خان یه جوک بامزه تعریف کرد، میشه ازت خواهش کنم اونو بگی؟ کدومو؟ میره تو مغازه میگه پنیر داری؟ نه بله بله خیلی بامزه است بچه ها این جوکر رو گوش کنی خدای همه میره پنیرم خورده. آره. میگه آره. که یه بابایی میره مغازه میگه که بچه داشته؟ چه ربطی داره؟ میگه بابا بابا بوده وقتی میگه بابایی باید بچه آره یه بابایی که بچه داشته میره مغازه میگه که آقا پنیر بف دارین؟ پنیر بف رو برای خودش میخواد یا برای بچهش؟ برای خودش. یا پنیر بف دارید؟ میگه که مغازه میگه نه نداریم. میاد بیرون میره مغازه بغله میگه شما چطور؟ خدایی اونجا گفتی خیلی بامزه. ولی اینکه دوتا مغازه پنیر بروشی بغله هم بوده بفتو اضافه کردی بهش خیلی جالبه. خب دوستان بس که حرف خاصی دیگه با هم ندارید. خیلی احساس میکنم که دست منم نگاه میکنید منتظرید که شروع کنم. نه؟ بله بله. خیلی خب پس چه هیجانی شروع کرد. تا حالا تو زندگی پیش نیومده بود خرابکاری کنم برام دست بزن. در حال اجرای زنده است و قضا بلاست و اتفاقی کرد اجرای اجرای زنده شدنی. من فکر کنم ممرزا هول شده. این تیم خیلی حرفه‌ای. اگه واقعا میبینی نمیتونی میخوای یه چراغ بشکنی زنگ بزنیم آقای کامبیز دیرباز بیاد. اونا که موافقا لایک بدن. به افتخار ممرزا. قربونت آقا. دم شما گرم که اسم کامبیز عزیز رو آوردین. قبلا تشکر کردم ازش. بسیار گرداننده خوب، بازیگر خوب و دوست خوب همه ماست. خواهش میکنم که اون فصلی که من نبودم ایشون زحمت کشید و
خیلی هم عالی کار کرد، به افتخارش مجدد دست بزنیم. کامبیز جان ارادت قلبی، میدونی که چقدر دوستت دارم. خب حالا به هر حال دوستان، من میخوام اینها رو به هم بریزم. مایلید؟ من میشه. بله. همینو پخش کنم. بفهم. چشمهای نازنینتون استراحت بدید. چشمها رو باز کن. خوبه بعضی مشغول چای خوردن شدید از قبل. پنیر بفهم هست و خیلی هم با چای میچسبه. چاییاتون هم نبات دارید که شیرین کنید. پنیر بف میشه جان کنید. انرژی داشته باشید در طول بازی. استرس. علی صالحی حالش خوبه. خدا رو شکر. دوستان اگر حرف خاصی با هم ندارید یا الان نمیخواید نظری به هم بدید، دو تا چای نبات خورده، هنوز رنگش پریده. ببین چقدر به حرف نمیخوایم بزنیم تو رو. شب معارفه. شب معارفه. آها. همون جایی که میگم و شما میگم بعد بخوابیم، میگی ما هممون بخوابیم. آره شنیدیم آقای آقا پوش. نه من خواستم در واقع بازی رو با من بکنم. مافیا بود شب معارفه. خب دوستان عزیزم اون شگرد من بود. با اعلام بنده به شب معارفه میریم. 3 2 1 شب است. از 4 عضو مافیا میخوام که چشماشون رو باز کنن. با هم آشنا بشن. مافیا با هم آشنا بشن. چشما خوب بسته. معرفی میکنم پدرخوانده که به ما یا تایید نشون میده. متشکرم. دکتر لکتر به ما تایید نشون میده. متشکرم. جوکر به ما تایید نشون میده. ممنون. مافیای ساده به ما تایید نشون میده. کل مافیاها بخوابن. چشمها رو خوب ببندید. کاراگاه شهر چشم باز کنه. به ما تایید نشون میده. ممنونم. بخوابه. دکتر چشم باز کنه. به ما تایید نشون بده. ممنونم. بخوابه. حرفه ای بازی. بقیه خوب چشا رو ببندی. تایید نشون بده حرفه ای. ممنونم. بخوابه. روان پزشک به ما تایید نشون بده. متشکرم. جان سخت تایید نشون بده. متشکرم. بخواب. شهردار بازی به ما تایید نشون بده. متشکرم. بخواب. فروشنده
متشکرم. فروشنده هم بخواد شهروند ساده تایید بشه. متشکرم. بخواد با اعلام من روز میشه 3-2-1 همه بیدار. صبح بخیر. بازم یادآوری میکنم که الان دیگه صبح شده، صبحونه بیشتر میچسبه بمونم با پنیر بف. میتونید میل کنید یه بازی پر انرژی ضعف نداشته باشه، شکم خالی نباشه. آیا اوجی من رو نگاه میکنی؟ چهار کنی؟ بقیه هست چجوریه؟ یارو یادش رفته. بقیه هست باید چیکار میکردی؟ الان باید میگفتی سوالا رو کی میپرسی؟ سر صحبت از کی باشه میخوای من به جرخونم؟ خب خوبه که خودت سر صحبت باشی. نه خواهش میکنم بذارید یه خود دوستان حرف بزنم. معمولا ماخلا کم حرفه. خب سر صحبت آقای اوجی، انتهای صحبت آقای آپور، یعنی این مجازات همه. عزیزم سر صحبت که چیز بدی نیست، برای اینکه جا بیفته کسی چالش نمیخواد. سر صحبت که آقای آب کسی چالش نمیخواد دوستان. نه خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در جمع شما هستم. من علی اوجی هم و باعث افتخار از اینکه دوباره رفقای گل میبینم. اول بازیه، هیچ عرض خاصی ندارم. دوست دارم که یکی مثل آقای خمسه پیداشه یه شعری چیزی بخونه برام سمتش. و اینکه امیدوارم که منوچهر کمرش خوب شده باشه، که بعید میدونم از این حالت اسپاسم پنجا پنجایی. خیلی چون 3 هفته اون سری طول کشید کمرت خوب شه. حالا ببینیم چی میشه. بسیار مخلصیم، خیلی چاکریم، همین ارادت دارم. متشکرم امیر حسین جان. من این سری قبل از اینکه بیام یه سری بازی ها رو دیدم که پخش شده بود، بعضی ها یه چیزی میگفتن، گفتم منم بگم. من ایمان بیارید که صفای بازیتونم، اگه منو بزنید برم بازیتون بی صفا میشه. به نظرم خیلی بی نمکه ولی دوست داشتم بگم. یه تارگت 70 دارم به خانم امیر سلیمانی، یه تارگت 95 دارم به آقای آقاپور. خدا رو شکر ته دستم، میشنوم آخرش گپ میزنیم. سلام، من امیر حسینم. دوستان عزیز، همکاران خوب و تماشاگران عزیزم، منم خیلی خوشحالم که این سری هم کنار دوستان عزیزم هستم. امیدوارم بازی خیلی خیلی خوبی رو داشته باشیم و خدمتتون عرض کنم که خیلی به نظرم رو استدلالی نیست فعلا اگر بخوام تارگت بزنم، ولی برای اینکه دست خالی نریم و تور رو پهن بکنیم، من شروع میکنم تارگتم رو میزنم. ممکنه که عقب نشینی بکنم و قطعا همین کار رو خواهم کرد اگه به نکاتی برسم. به معین عزیزم در درجه اول مزنونم، از دیگه 60%. خدمت شما عرض کنم که به خانم امیر سلیمانی هم همینطور نیمه. به چرخه ببینیم چی میشه. متشکرم. سید شهر چالش. سلام، مخلصیم. سید علی صالحی. خوشحالم که در جمعتونم و به فینال اومدم و همه دوستان رو بعد از مدت ها دیدم. حالا من خیلی خوشحالم که اومدی و همه دوستان. در ابتدای ماجرا من تارگت دارم روی امیرحسین مدرس به خاطر همون چای خوردنش. حالا بقیه دوستانم میگم حالا تا ببینیم که چه پیش میاد. روی تیپ معینم یه ذره شک دارم ولی هنوز به قطعیت نرسیدم. ممنون. من حدیث میرامینی هستم و الان که خیلی زوده ولی فقط میتونم همینجوری خیلی حسی به خاطر تغییر پوزیشن یا حالا ممکنه که منم عقب نشینی کنم و اشتباه کنم. آقای زندی یه مقداری به نظرم و
فعلا همین. کسی چالش نمیخواد؟ سلام، من کمند امیر سلیمانی هستم. طبق تمرینایی که معمولا داریم، وقتی که آقای صفا اول بازی بلند میشن یک تارگتی میندازن، اکثرا مافیا هستن که این کارو میکنن ببینن کی پشت دستشون وای میسه. وگرنه که من نه حرکتی کردم نه هیچی، آقای مدرس هم پشت دستشون بازی کردن. من نمیگم بهشون مظنونم، فقط خواستم این دوتا اسمو بهتون بگم که اگر مافیا شب منو زد بتونی رد خونه منو از طریق این دو عزیز بگیرید. ولی اگر بخوام حسی تارگت بزنم، آقای صالحی همیشه خندان و لبخند که لبخند دارن، امروز لبخندشون یه ذره خواستن شیطانی تره. آقای معینی زنم کلن شکل مافیا هستن، من بهشون تارگت میزنم. ولی من یک شهروند خوبی هستم که اگر امشب منو زدن بدونید که کار کیا بوده. متشکرم. فلامک جونیدی هستم. چالش نبود. من راستش به همه مشکوکم اگه خلافش ثابت بشه. خیلی خیلی دلم نمیخواد به حدیث مشکوک باشم، ولی انقدر یه دفعه من باش بازی کردم و منو گول زده، اصلا ناخودآگاه همینجوری بهش مشکوکم. به آقای ایمانم دوست ندارم مشکوک باشم، ولی به نظرم چیزی که کمد میگه تا حدودی شاید. سلام میکنم به همگی، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. منوچهر هادی ام. یه تشکر ویژه از آقای ابوطالب که این فرصت رو در اختیار ما قرار داد که یک بار دیگه دور هم جمع بشیم. جای خالی دوستان رو هم در واقع جا که نیست یادی ازشون میکنیم که تو گروه خودمون بودن، آقای خمسه، آقای مهران رجبی، دکتر بشیر حسینی، رامین راستاد و بقیه. خبرش بله. من تارگتم این وریاری که خب صحبت نکردن غیر از ایمان. ایمانم که پلیری نیستش که با حرف زدنش بهش شک کرد. ولی به شما مشکوکم. آقای آقاپور. اسم ببرید. آقای آقاپور. نه به خاطر اینکه ایمان گفت. یه ذره بیش از حد داری خونسرد بازی میکنی. خدا جوک بیمزه‌ش. به امیر حسین مدرسم مشکوکم. خونسرد. بیش از حد خونسرد. خونسردی علکیه. صحبتاتو ولی میشنم، من ممکنه تارگتمو برگردونم. لیندا کیانی، احساس میکنم که داری سکته میکنی. من؟ آره وقتی حرف زدی بعد من حرف آره. یه تارگت از آقا پور از الان، یه چالش از الان میگیرم که این چند نفرم صحبت کردم. خانم هم بیاد کسی جرأت داره بهش تارگت بزنه، کسی جرأت داره اجماع کنه روش. در صورت مخلصی چالشو در زمان خوش بذار اتفاق بیفته ازش استفاده بکنه، زیادی ذخیرهش نکنه. سلام به همگی، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. من یکتا ناصر هستم. چالش من میخوام تارگت بزنم به کمند عزیزم. به نظرم توضیحاتت خیلی زیاد بود، خیلی بیمورد بود. حالا ایمانم به نظرم یه ذره رفتارش عجیب بود که چالش گرفت نفر دوم، ولی اتفاقا به آقای معین هیچ تارگتی ندارم، چون از اینجا یه دفعه همه زوم کردن رویشون. به لیندای عزیزم تارگت میزنم و به آقای آقا پور. حالا من چالش گرفتم، میگن مافیاس بلند شده از خودش دفاع کنه. من توضیح اضافه ای ندادم، گفتم دو نفر بی خودی بی جهت به من، چون توی اینجا فقط شاید من یا آقای معین باشیم که بیشتر از یک نفر تارگت خوردیم، گفتم حواستون باشه شهر عزیز که کیا به من تارگت زدن. هم سلام، من لیندا کیانیم. از بین دوستانی که صحبت کردن به نظرم فقط آقای اوجی شهره، بقیه به نظرم همه یه ذره شبیه مافیاهان. اول میخواستم به شما، ولی دیگه الان حالا فعلا هیچی نمیگم، آقای هادی ناراحت میشه، ولی اول که چشم وا کردم حس کردم که شما مافیایین. الان یک ذره به شما شک دارم. اولش به نظرم که یه ذره ملتهب بودین، ولی راجع به بقیه هم دیگه
حالا فعلا یه ذره شما، ولی آقای اوجی هم به نظرم یه ذره بیخیاله که به نظرم حتما چیزه. اون شمایی که گفتید منظورتون آقای مدرسه؟ بله بله آقای مدرسه. کلن بیخیاله. مرسی. آقای زندی بفرم. چالش کسی میخواد دوستان؟ بفرم. ببخشید. نه من به نظرم الان که شما گفتین، یعنی یکی دیگه هم گفت، آقای اوجی یه جوری خونسرد گرفتی خودتو، اگه شهروندی از این خونسردی الکی در بیا لطفا که ما بدونیم. آخه یه جوری یعنی داری بگی من انگار داری ادای شهروند در میاری. منظورم سلام دوستان، معینم. خیلی خوشحالم که اینجا هم و به این مرحله رسیدم با تلاش های بسیار. آقای اوجی به نظرم شهره و من ازش حس مافیا نمیگیرم. آقای مدرس به نظر من مافیا حدسم، اینا هیچ کدومشون نه صد نه صفر. به نظرم آقای مدرس میتونه مافیا باشه، چون شما خودت میتونی مافیا باشی. چرا تیپ من مافیاه؟ مثلا تیپ چه ربطی به مافیا بودن داره؟ و شما که اول آقای اوجی رو شهر میبینید به نظرتون، بعدش میگید برای من یه ذره خانم لیندا کیانی. شهر میبینید اول آقای اوجی رو، بعدش مافیا میبینی آخر صحبتت. اینم یه ذره مشکوک. شما اول گفتید آقای اوجی به نظر من شهر تو همه اینایی که صحبت کردن، بعدش آخر صحبتتون که میخواستید بشینید گفتید یه ذره برای من آقای اوجی شما دارید مافیا بازی میکنید، یه همچین چیزی گفتید. این سه نفر مخلص. ایمان جان کسی چایش میخواد؟ چشاتو ببند. تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی و همراه زیرنویس انگلیسی و عربی، پرداخت راحت و آسان از طریق مسترکارت و ویزا کارت. همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید. تلویکا. بفهم. من اصلا نگفتم، من گفتم که به نظرم آقای اوجی شهرم، بعد که اومدم بشینم گفتم به نظرم آقای مدرس یه ذره مافیا میاد. نگفتم آقای اوجی شهرن بعد بگم مافیا. طبق معمول من ایمانم و همچنان صفا. اونجا تو چالش نتونستم بگم. خیلی خوشحالم که در کنار شما دارم بازی میکنم. وحید همچنان تارگت منی، اما چرا یهو پا میشی تارگت بک میکنی؟ من هر وقت شهروند میشم پا میشم دوتا مافیا اعلام میکنم. چرا میگی ایمان هر وقت مافیاست این کارو میکنه؟ آقای هادی با من بازی کرده. آیا اینجوری هر من شهر من باشم دو تا تارگت میزنم یا نه با لایک و دیسلایک؟ نمیزنم. آقای اوجی با من بازی کرده، من همیشه نفر دوم چالش میگیرم. همون دستی هم که حرفه‌ای بودم از رامین راستاد چالش گرفتم، دو تا تارگت زدم، شبم خودم زدمش. یه ذره از من بترسن مافیا. خانم امیر سلیمانی 70م برا من شدی 80 85. امیر حسین مدرس خودت 100 مافیای منی، 95 مافیای منی. منوچهر لطفا یه ذره حواست به خودت باشه. باش. کسی چالش میخواد؟ من آب میخوام از رو میزه. بله. آب بدم. بله. بفرمید آقای هادی. علی جان من هم ازت خواهش میکنم که به عنوان یک شهروند اگر هستی یه ذره بیا تو بازی. فکر میکنم خستگی دیشبت رو داری در میکنی. کجا بودی دیشب داداش؟ سخت. آره سخت. یه ذره بیا تو بازی کنم. تولد شهروندا آقای هادی تولدشون بوده. به افتخارشون. امکانش هست شما صحبت کنی بعد من حرف بزنم؟ شما تعیین کننده. خیر. پس مافیایی. صحبت کردیم. پس مافیایی. بچه‌ها من تو الان داشتین چیکار می‌کردین؟ خب نه من میتونم بعد از شما صحبت کنم اگر شما اجازه بدی. میتونم قبل از شما. دوست داشتم صحبت‌های شما رو هم گوش بدم. چالش هم نگرفتی، صحبت هم نکردی، استرس داری. تو این فاصله میتونستی یک بار چالش بگیری که در نهایت خودت جنبندی کنی. به نظر من میتونی مافیا باشی. جمله آخر. تایم سلامت باشی. ازش خوب استفاده کن. امیدوارم که دعای سلامتی کنی. صاحب دلان، خدا رفقا، آقایون، خانم ما، همشهری‌ها. من وحید آقاپور هستم. خوشحالم که در جمعتون هستم و مافیا بازی میکنیم.
منوچهر جان، خونسردی که گفتی کم و بیش تو همه عزیزان هست. بازی کردیم چند دست اومدیم اینجا. من واقعیت اینه که همه رو خونسرد و آروم دارم میبینم. خونسردی عجیبی در من نیستش که متمایز باشه. ایمان صفا رو میشناسم، بازیش چه مافیا باشه چه شهر همینه، اما خودش پتانسیل عجیبی در جذب نقش مافیا داره و فراوانی مافیا بازی کردنش در تعداد تمرینات و بازیهایی که داشتیم فراوون بوده. به خاطر همین جز تارگت های جدی منه ایمان صفا. و خانم کمند امیر سلیمانی هم به نظر من توی همین روز اول اینکه رد خون منو بگیرید و فلان و این حرفا یه خورده شلوغکاریه. به نظر من پیاز داغش رو زیاد کردین. شما هم تارگت میزنم، به نظر من مافیا هستین. عزیزان، صادقانه میگم شهروند هستم و امیدوارم که به زودی بتونیم شهروندا همدیگر پیدا بکنیم و نذاریم که شهر از دست بره. مخلص شما هستم. متشکرم. میریم برای رای گیری. آقای اوجی بیسید لطفاً. آرا، رای تأخیری رو نمیپذیرم. صفر بفرمایید. بفرمایید آقای اوجی، آقای مدرس، آرا. چهار رای. آقای صالحی بیسید لطفاً. آرا. چهار رای. تأخیر نکنید. متشکرم. خانم میرامینی بیسید لطفاً. آرا. دو بفرمایید لطفاً. خانم امیر سلیمانی بیسید. شش رای دفاع میکنید. خانم جنیدی بیسید لطفاً. آرا. یک. آقای هادی بیسید لطفاً. صفر بفرمایید. خانم ناصر بیسید لطفاً. صفر دفاع نمیکنید. بفرمایید. تأخیری بود یه دونه نمیشکنم. خانم کیانی. پنج رای دفاع نمیکنید. بفرمایید. آقای زندی بیسید. چهار تأخیری، چهارمی تأخیری بود، بریم پذیریم. بفرمایید. سه رای دفاع نمی کنید. آقای صفا بیسید لطفاً. آرا چهار رای دفاع نمی کنید. آقای آبو بیسید لطفاً. آرا پنج رای دفاع نمی کنید. بسیار خوب. تک دفاع خانم امیر سلیمانی بیسید لطفاً. دفاع کنید. رای گیری هم دون روز انجام. امیدوارم که شهر دیده باشن اون شش نفری که دستشون رو بلند کردن، که حتما چهارتاشون مافیا کیا بودن. آقای صفا، آقای صالحی، آقای مدرس و شما. آقای صالحی شما حق رای نخواهید داشت. شما هم همینطور آقای آبور. من یه شهروند مفیدم. به نظرم حداقل شهروندا یک دست این فرصت رو بدن من تو بازی بمونم. اگر دیدن من به درد نمیخورم یا به من مشکوک شدن. آقای اوجی شما هم حق رأی نخواهید داشت. توی دفاع نباید. تو دفاع عکس اول چه؟ من به شهر پیشنهاد میدم. اگه بعضی دو نفر رو من الان ببخشید میگم کلام. دو نفر جلو چشتونم یا حق رأی گرفتم. شما کجایی؟ خیلی دیشب بیدار بودی. فینالیم تو این صد دیگه. دیشب تو خیلی سخت بود. جالب نیست. نوزاد دیگه تازه به دنیا. دقت. خب بیا عکس العمل باشین بذاریم. همه بازیکنای درجه یک هستین. من فرقی نمی‌کنه اینجا بشینم یا از اونجا بازی شما رو نگاه کنم. ولی از شهر میخوام یه بار دیگه به من این فرصت رو بده. کورکورانه تصمیم نگیره. از 6 تا رأی من 4 تاش مافیاست. اون دو نفری که شهرن و به من رأی دادن یه دست به من فرصت بدن. اگر مورد مشکوکی دیدن و به من مشکوک شدن، من از دست بعد اونجا در خدمتتون هستم. ایستاده باشید چون تنها هستید در دفاع. تو همین روز بدونه که بنیم روزو چشم بسته بریم رأی گیری انجام میشه. آرا به خانم امیر سلیمانی. یک رأی شکسته شد. در بازی میمونید. ادامه میدیم. بی معطلی به اولین شب بازی میریم. با شمارش من 3 2 1 شب میشود. دوستان چشما رو خوب ببندید. کل تیم مافیا بیدار شد. در فرصتی که من اسلحه رو آماده میکنم که به دست پدر خوانده بدم، با هم مشورت کنم. شکار رو انتخاب کنند.
لیندا کیانی احساس میکنم که داری سکته میکنی. جمع فقط شاید من یا آقای مهم باشیم که بیشتر از یک نفر تارگت خورد. گفتم حواستون باشه شهر عزیز که کیا به من تارگت زد. دکتر لکتر انتخابشو به من نشون بده. چکرم جوکر انتخابشو به من نشون بده. مافیاها بخوابند. دکتر شهر، دکتر شهر چشم باز کنه. دارم چشما رو خوب میبینم. امشب کیو نجات دیدی دکتر؟ در شب به خودتون اشاره نداشته باشید. علی جان من هم ازت خواهش میکنم که به عنوان یک شهروند اگر هستی یه ذره بیا تو بازی. فکر میکنم خستگی دیشب تو داری گرم میکنی. کجا بودی دیشب؟ بداش خانم امیر سلیمانی، تارگت زدیم. تارگت درد نداره. چرا یه هپا میشی تارگت بج میکنی؟ بخوابه کاراگاه چشم باز کنه. به نظرم توضیحاتت خیلی زیاد بود، خیلی بیمورد بود. کاراگاه استعلام امشبش رو از من بپرسه. کاراگاه بخوابه. حرفه‌ای بازی بیدار شه. حرفه‌ای آیا اسلحه میخوای؟ اشاره در شب نداشته باشید. متشکرم. حرفه‌ای بخوابه. روان پزشک بازی، آیا به کسی طول درمان یا سکوت میدید؟ یه تارگت 95 دارم به آقای آقاپور. خیلی خوب بخوابه. جان سخت بازی، آیا استعلام میخواد؟ فروشنده، فروشنده فقط یک فرصت داره. وقتی که آقای صفا اول بازی بلند میشن یک تارگتی میدازن، اکثرا مافیا هستن که این کارو میکنن ببینن کی پشت دستشون رای میسته. امشب شبی است که میخوای از اون یک فرصتت استفاده کنی. ممنونم. فروشنده بخوابه. با اعلام من 3-2-1 روز میشم. خب دوستان، روان پزشک ایمان صفا رو ساکت کرد. جان سخت استعلام نگرفت. کشته‌ای هم نداشتی. تعجب کردی معطلتون نکردم؟ بلافاصله گفتم سر صحبت سه تا میام مرتب. 1-2-3 خانم میرم اینو بفرمایید. انتهای صحبت آقا سید شهر. خب کسی چالش نمیخواد. جالب شد. مافیا کسی رو نکشت. چالش میخواد؟ من تارگتم عوض میشه. شما رو هنوز یه 20% هستم بگم بعد به شما چالش میدم. ولی نمیدونم چرا آقای هادی اجازه، به نظرم یه ذره من بخوام ناصر مشکوکم یک تا جون با اجازه شما. به نظرم یه ذره به نظر مافیا داره میاد. فقط دست پدر و این میز هنوز نمیدونم که یه ستایی با هم یه ذره
عجیب غریبین. آره فعلا همین، بفرم. من میخواستم فقط یه توضیح بدم شما رو روشن کنم، این که مافیا کسی رو نکشت که عربیه، یعنی این که یا دکتر درست نجات داده که این میتونه خود دکتر یه اطلاعات به ما بده که مثلا کیو نجات داده، یا اینکه جان سخت رو زدم که دو تا جون داره و یه جونش از دست رفته. یعنی اینکه مافیا کسی رو نکشت نداریم، زده یا دکتر سیف کرده یا دکتر سیف کرده یا اینکه جان سخت رو زدم، همین هستم بگم. عرض ادب و احترام دارم مجددا خدمتتون. منوچهر هادی 100% شهرونده، 100% شهرونده. ایمان صفا 100% شهرونده، 100%. و روانشناس واقعا اینقدر اصلا، یعنی ایمان رو ساکت میکنی اصلا از نحوه بازی ایمان کاملا مشخصه که ایمان شهره، یعنی اصلا احتیاجی نداره به فکر کردن. خانم فلامک جنیدی تارگت اول بنده هستن، میگم که ایشون مافیای صد منن، به دلیل اینکه بسیار بسیار در دور اولی که صحبت کردن استرس بهشون غالب بود، به اضافه اینکه چالش سریع گرفتن، سریع جواب اومدن، زمان چالش تموم به جواب اومدن برسن. و اینکه من خواهش میکنم ازتون دوستان نظراتو پراکنده نکنین، اجماع کنین رو خانم فلامک جنیدی. بفرمایید. متشکرم. خب من خوشحالم که از شب جون سالم به در بردن. شاید بد نشد که روانشناس آقای، از نظر من خوب شد که ایشون سایلنت شدن، ذهن بقیه خراب نشه نسبت به من حداقل، که بعداً اون وقت تو استعلام ممکنه که پشیمونی به بار بیاد که سودی نداره. من بین سه تا خانوم، ایشونو خیلی بهشون مشهور نیستم، بین سه تا خانوم مطمئنم یکیشون مافیاست که شاید نمیدونم، ولی خانم من از شما عذر میخوام، ولی خانم ناصر حالا نمیدونم، حسم بهم اینو میگه. همچنان اعتقاد دارم آقای سالی، آقای مدرس یکیشون حتما مافیا هستن، و آقای صفا هم چون ساکت نمیتونه خودش دفاع کنه، من بهش تارگت نمیزنم این دفعه، فقط به دلیل اینکه حق دفاع از خودش نداره. شهروندا یه ذره با هم منسجم تر بازی کنیم که بتونیم همدیگه رو پیدا کنیم، پراکنده اینقدر چالش نزنیم، روی یک یا دو نفر اجماع کنیم، تو شب بتونیم یکی بندازیم بیرون. اون وقت تو شب من میگم رو دو نفر اجماع کنیم، روی خانم جنیدی آقای مدرس نظر منه، که اگر نه که تو شب بفهمیم کی نجات پیدا میکنه روی نفر. من پیشنهادم خانم جنیدیه، بقیه هر کی با من همراهه همراهی. متشکرم. آقای اوجی من همیشه ده نفر که میبینم هول میشم. بعدش آقای مدرس شما یه کار عجیبی کردین که کمند گفتش که اون میز مشکوکه، به هر ستاشون شما هم لایک دادین، خیلی برای من عجیب بود، خیلی برای من عجیب به نظر اومد که یه لایک علکی که میخواییم بگین من تو بازیم. بعدم که کمند جون هیچی به هیچی منو حذف نکنین عزیزانم، من حالا دیر نمیشه، منو میتونین حذف کنین ولی نکنین، این نصیحت من به شماست. آفرین. من البته ببخشین با عرض معذرت که شما به من لایک دادین، ولی من به خودتون یه مقداری مشکوکم، چون همون اول وقتی دو نفر فقط با هم اجماع میکنن من یه ذره زیاد خوشم نمیاد راستش. آقای مدرس هم با این لایکتون، هم وقتی که با ایمان با هم اجماع کردن که کمندو بندازن بیرون، من یه به نظر اومد یکم عجیبه دیگه، حرفی ندارم. متشکرم آقای عادی. من میتونم اگر همه من به حرف شما میخوام گوش بدم، فکر کنم شاید اجماع رو آقای مدرس بذاریم که بیشتر از بقیه در میزان اتهام بوده. خب دوستان، آقای علی اوجی عزیز، چرا 100% من شهرم؟ چرا؟ توضیح بده. بعدش هم توضیحی که آقای معین‌داد کامل بود، احتمالاً مافیا یه نفر رو زده، دکتر سیوش کرده یا جانسخت رو زده، جانسخت یه جونش رفته و همین راحتی. فردا اجماع کنیم کیا پشت دست من بازی میکنن، منو به عنوان یه شهروند قبول دارم. اولا اینکه خانمم شهره، فقط تو خونه ایشون مافیاست، من شهرم میکشه، الان جفتمون شهریم. اعتماد کنید وحید جان، اعتماد کن به من. کیا پشت دست من بازی میکنن؟ میخوام یه طعمه نون و آبدار به شهروندا بدم.
بعدش منو بندازین بیرون. بعدش منو بندازین بیرون. مافیای صد مافیای درست حسابی ها کیا پشت دست هم بازی میکنن؟ بگید دیگه ایمان صفا مافیا یعنی ایمان رو ساکت میکنی؟ اصلا از نحوه بازی ایمان کاملا مشخصه که ایمان شهره، این اصلا احتیاجی نداره به فکر کردن. علی خیلی بهت شک دارم، میخوای بیای ساید من؟ ایمان صفا، ولی اجماع کنین روی ایشون، حرفاشو بشنوید. اگر ایمان آوردید شهروندا به من یک تا تو نام ببرید. بله خانم کیانی نام ببرید. خانم کیانی، خانم لیندا کیانی. این از من، ایمان صفا مافیا، ایشون مافیا. ممنون، بفرمایید. خانم ناصر بفرم. میتونم بعد از شما صحبت کنم اگه بفرمایید؟ شما بفرمایید، من بعد از شما صحبت کنم. بعد از من لطفاً. یه حرف عجیبی حدیث جان همون شروع این دست زدی که مافیا دیشب کسی رو نکشته. من فکر میکنم که شما هم خیلی باهوشتر از این حرفایی که اینو ندونی، هم قطعا سه دست تا حالا حداقل بازی کردی. یعنی چی که دیشب مافیا کسی رو نکشته؟ با دیگه حداقل به نظرم این چیز ابتدایی رو میدونیم که یا دکتر سیف داده یا جان سخت بوده. مافیا کسی رو نکشته به نظرم خیلی حرف عجیبی بود. و آقای اوجی هم اون حرفشون که ایمان 100% و منوچهر 100%، اتفاقا من یکی از تارگت هایی که میخوام بزنم خود منوچهره، به خاطر اینکه شما هم یه جوری موافقت کردین. و یه حرف دیگه ای در مورد کمند عزیز، توی دور اول ایشون یعنی توی روز قبل 6 تا رأی آورد، بعد توی رای گیری یک رای بود که من بودم. پس بنابراین این زن منو به ایشون بیشتر میکنه، برای اینکه احتمالاً اون 4 تا مافیا شاید رایشون رو پس گرفتن. الان من نمیتونم راجع به کسی تارگت 100% اتفاقا بزنم، به دلیل اینکه نه اونقدر نوستراداموسم، نه اونقدر الان کسی داره خیلی فالش بازی میکنه. و فعلا حدیث عزیز کمندم کماکان همون قده برام، نمیتونم درصدی بگم. و منوچهر رادی، متشکرم. خب کم کم داره اوضاع بهتر میشه. خدمتتون عرض کنم که من یکی از کسانی بودم که به خانم امیر سلیمانی در ابتدا رأی دادم به عنوان مافیا، اما بعد که بلافاصله از خودشون دفاع کردن من تقریبا قانع شدم و برای اینکه رأی قطعی ندم و باز هم فرصت فکر کردن داشته باشم، رأیم رو از ایشون برداشتم. رفقایی که با هم بازی کردیم توی سری گذشته این رو از من به خاطر دارن که من همیشه میگم قشر خاموش رو در نظر داشته باشید. شهر در این بازی هم لطفاً قشر خاموش رو در نظر داشته باشه. این عرض من، سر نوبت خودم باز صحبت میکنم. بفرمایید. خانم کیانی سلام مجدد. من به منوچهر اعتماد دارم، منوچهر رو شهروند میدونم، ولی اینکه چرا میگه 100% خانم کیانی مافیای، احتمالاً حسی داری میگی، نمیدونم، دوست دارم یه دلیل بشنوم. ولی آی اوجی شما که با یقین میگی که آقا 100% منوچهر رادی شهرونده، 100% ایمان صفا هم شهرونده، خودتو واقعا داری مشکوک میکنی. و کماکان من اگر به نظر من ایمان صفا، من میگم مافیاست. اولا اینکه لطفاً دلیلی بیارید که من مافیام. یهو آخه حسی ام باشه، آدم مثلا میگه من 90% شک دارم که مثلا حالا لیندا مافیاست. یکی رو میخوام بگم، یکی اینکه راجب کمند من فکر میکنم که شهره، واسه اینکه وقتی که بار اول یه نفر اینجوری همه بهش رأی میدن که بیرونش کنن، احتمال خیلی زیاد حداقل 3 نفرشون مافیا باید باشن که بخوان یه نفر انقدر یقینی بیرون کنن. به نظر من اولین بار فکر میکنم تو 100% شهری. و اینکه روانشناس خیلی داره اشتباه میکنه، آقای صفا حالا چه روان پزشک چه شهروند چه مافیا، به نظرم که هنوز خیلی زوده که ما بخوایم یکی سکوت پش بدیم که یه ذره باید بشناسیم ببینیم که اصلا چی داره میگه، چه سوتی میده، چه کمکی میکنه به شهر و هرچی، اون موقع تصمیم گیری کنیم. به نظرم که خیلی کار اشتباهی بوده. و راجع به بقیه من همچنان یه ذره روی شما تارگت دارم، ببخشید. به نظرم شما یه حال آقای مدرس، یه حال خیلی خوشی دارید که به نظرم شبیه حال مافیاست.
و همین فعلا. متشکرم. چالش. خب خانم میر امینی، من همچنان رو تارگتام هستم، ایشون و ایمان صفا. شما بلند میشی میگی که من رو این ور یه خوره سنگینی میکنه، رو این ور یه خوره، این یعنی چی؟ اصلا معنی نمیده. خانم کمندر امیر سلیمانی، شما بلند میشی میگی بین این سه تا خانم من احساس میکنم. مشخص کنید، از صحبتاشون فکت بگیرید، خودت دلیل. نه، این که این سه نفر اصلا هیچ کمکی به شهر نمیکنه. خانم میر امینی هیچ کمکی به شهر نمیکنه. درست میگه یک، تو سوتی بدی دادی. دیشب مافیا کسی رو نکشته، کشته ممکنه نجات پیدا کرده باشه. و خانم لیندا کیانی، بلند میشی خیلی ملو ارو من رد میشی، هیچ دفاعی محکمی نمیاری که من دارم به تارگت بزنم، و از اول بازی از اینجا کلیک کردی رو امیرحسین مدرس، اون بنده خدا اونجا نشسته، و میخوای بگی که یعنی من حواسم هست. ممکنه یکی از مافیا هم باشه که بخوای خودت نجات بدی، و به شدت هم داری پشت دست ایمان بازی میکنی، از ایمان دفاع میکنی که برای چی سکوت. ایمان باید ساکت بشه، ایمان بلند شه همه رو میریزه بهم، یعنی مافیا و شهرش عین همه. اگه شهر باشه کمک میکنه، اگه مافیا باشه به شدت میتونه شهر رو گول بزنه. واکنشش رو ببین، این عصبیه، این مافیاست. متشکرم. بچه ها اجماع کنید رو خانم. من شرطو خودت من تارگت میزنم، میگی چهار تا فکت بیار، یه دلیل بیار، ولی خانم کیانیو بدون نمیگم هست یا نیست، ولی دلیلی قبلش نیاوردی، الان بعدش داری یه چیزی میگی که بعد از فکتت اجرا شده. علی اوجی به نظر من چیزی که داره ایمانو منوچهر شهر میکنه حسیه، و منم از این دو نفر حس شهر میگیرم، حالا تارگت چیزم هست. و اینکه خانم کیانی، دلیلی که شما برای خانم امیر سلیمانی میارین اتفاقا مافیاش میکنه، وقتی 6 نفر بهش رأی دادن بعد یه نفر بهش رأی داده، این مافیاش میکنه، چون حداقل همون 4 تا مافیا میان بهش رأی بدن، میدونی؟ و اینکه به شما همچنان مشکوک. کی؟ اسم ببری. آقای مدرس. آقای صفا که سکوت دارن، کاری نمیتونن بکنن. بفرمایید آقای آقاپور. من چالش گرفتم جواب آقای هادی بدم. در ابتدا و عرطه یک دجون، در ابتدا که من گفتم مافیا کسی رو نکش، میتونیم این برداشت داشته باشیم که خیلی سال احمقانه‌ایه، میتونیم این برداشت داشته باشیم اشاره به این داره که دکتر خودشو نجات داده، یعنی کسی که خیلی ممکنه شلوغ کرده باشه و اینکه مافیا در شب اول بزنتش، و من تاکید دارم روی شهر بودن کمن، و ممکنه که حدس منه که خودش دکتر هم باشه، خودشو نجات داده، پس این نشون میده که مافیا نتونست کسی رو بکشه، و من منظورم از این حرف این بود که کمن شهر سفیده. در مورد حرف دومتون کاملا باهاتون موافقم، اینکه یک نفر رو من توی این میز، من علی آقای علی اوجی رو فعلا مافیا نمیبینم، ولی توی این میز مشخص میکنم آقای صالحی به نظرم. و من جمله آخر، خانم ناصر رو نمیدونم چرا به شدت در خانوم ها و در جمع هستم که مافیان، شاید اشتباه میکنم، اگه اشتباه میکنم شهر من رو راه نمایی کنه. بسیار عالی. دوستان به نظر من در شب گذشته تصور من اینه که جان سخت بهش شلیک شده، تصور من اینه، چون کسی شلوغ خاصی نکرد به عنوان دکتر که بگی من الان در مزان اتهام من بذار خودم رو سیف بکنم. من دریافتم این هست، ترجیح میدم به منوچهر اعتماد کنم، منوچهر رو سفید میبینم. و یه سوالی دارم، این که الان دو تا گزینه غیر از آقای اوجی که واقعا خیلی خوب داره بازی میکنه، چه شرفک باشه چه مافیا، در حاله ای از شک و تردید همیشه نگر میداره مخاطبان خودش رو، خانم حدیث میرامینی رو کیا مافیا میدونن؟ عزیزم دارم حرف میزنم، تو وقتی سایلنت هم هستی باید یه نقش ایفا کنی. مسکه خانم حدیث میرامینی رو کیا مافیا میدونن؟ خب و خانم لیندا کیانی رو؟
موافقم که روی خانم لیندا کیانی اجماع بکنیم، حرف بزنه، برامون مشخص بشه که چی کار است و ترکیب رعیا هم برای خیلی همون احتمالاً یه چیزایی رو روشن بکنه. متشکرم آقای اوجی، بفرمایید. چالش کسی؟ کسی چالش؟ چالش دارم؟ نمیخوام، بفرمایید. خواهش میکنم. عرض کنم به حضورتون که منو چهر عزیزم، قربون شکلت برم، من با تو سه دست بازی کردم. من یه چیزی رو در زندگیم بسیار خوب بلدم، بسیار خوب. آدمهایی رو که باهاشون معاشرت میکنم بسیار خوب حالتشون سیف میکنم. من با شما سه دست بازی کردم، در پوزیشن های مختلف شما رو دیدم. شما آدمی هستی، من راجع به شما صحبت میکنم، من به شدت به حسات احترام میذارم و ایمان دارم، نه صفاشا، ایمان خالی دارم راجع به لیندا کیانی، بهت ایمان دارم. تو یه کارگردانی هستی که اتفاقا حال آدم ها رو خوب میفهمی، اینو قبول دارم. تابلوه که ایمان صفا شهرونده، برعکس تو که میگی ایمان صفا خیلی پلیر خوبیه که هست، ولی ایمان صفا شهر و مافیاش با هم فرق میکنه، فرق میکنه. منو چه ارادی؟ فرق میکنه. بچه دیسلاک نشون میدی میری تو مافیا. آقای موینه زد شما میدونی که ایمان صفا برای من الان 50% مافیا شدی، سفید بودی. همین الان با این دیسلاکت 50% برای من مافیا شدی. دوستان عزیزم، قربون شکلتون، آقای منوچهر هادی رو من باهاش سه دست بازی کردم، میگم صد من مافیاست. معلوم اصلا براشفتگیش مشخص، شهرونده دنبال مافیاست. ایمان صفا وقتی اینجوری داره جلز ولز میزنه قطعا شهرونده. منوچهر به حس من شک نکن، نگو آخر. پشت دست من بازی کنین. من به یه دونه حس تو قبول میکنم که لیندا کیانی مافیاست، ولی خواهش میکنم از شهروندای عزیز هوشیار، جمله هوشیار بازی بکنین. سرکار خانم فلامک جنیدی رو 100% با لایک لطفا به من نشون بدین. فلامک جنیدی، خانم لیندا کیانی، این دو نفر رو به نظرم تارگت کنین. متشکرم. شما خواسته ببخشید، من چون دیگه دیدم ته دسته، گفتم که یه چند تا جمله کوتاه بگم. به نظرم داره باز مافیا به خواستش میرسه، برای اینکه تقریبا رسیده به آخر و ما هنوز هیچ اجماعی نداریم، هیچ چیز مشخصی وجود نداره. مثلا من میگم خانم میرامینی، منوچهر میگه لیندا، آقای آقاپور یادم نیست که گفتن پشت دست منوچهر، تقریبا یه همچیزی یادم بازی کردن. کیا موافقم با برای خانم جنیدی اجماع کنیم؟ خانم کیانی چی؟ بازم ببینیم، و ما یک شهر کاملا از هم گسیخته ایم. به نظرم توی این دو نفر بعدی لطفاً شما یه ذره تکلیف رو روشن‌تر بکنین، چون ما اینطوری هیچ اتفاقی برامون نمیفته. تایم چالش کوتاه‌تر، مدیریتش کنید. آقای مدرس خودتونی. یه مثلث میخوام تشکیل بدم، منوچهر عزیز، ایمان عزیز، علی جان. نوع تعامل این رفقای من با همدیگه یه خورده هی این قضاوت من رو دچار عقب و جلو میکنه. هی تا میام به این نتیجه‌ای برسم، یه اکتی میبینم، یک حرکتی میبینم، مجبورم دو مرتبه برگردم سر جای اولم و دوباره هر سه رو با هم نگاه بکنم. خیلی دلم میخواد پشت دست منوچهر بازی بکنم، اما این هیجانش یه خورده داره من رو بیمناک میکنه. خب از میز خودمون سنگینی احساس میکنم. شهر حواسش به میز ما باشه. من از این ور دارم احساس سنگینی میکنم. علی اوجی برای من الان یه خورده لامپاش روشنه، به عنوان مافیا این نئونای قرمزش روشن شده. خواهش میکنم. بعدم یه نکته دیگه، آقا ما الان رو هیچکی شهر اجماع نداره، بلند میشیم میگیم اجماع کنیم روی مثلا خانم جنیدی یا مثلا ایمان.
این گفتن ما اجماع رو نمیرسونه. اجماع وقتیه که همه پشت دست یکی جمع بشن، حرف کسی رو که داره به اجماع دعوت میکنه بپذیرن. این میشه اجماع. من بلندشم بگم اجماع بکنیم رو اینا، بعد بشینم بگم اجماع داریم، نه، این منطقی نیست. شهر حواسش به نکاتی که بنده عرض کردم خواهش میکنم که باشه. ممنون. علی ببخشید، آخه اجماع وقتیه که ما هیچ کس داره ما رو کمک نمیده، نه روانپزشک کمک میده، نه هیچ کس کمک نمیده، یعنی اونی که میدونه فقط با چیزای حسی. اگه تو نگو حسی میدونم 100%، اگه تو میدونی، حالا درسته که تو با من لجی، ولی منم اگه یا تو مافیایی یا شهروندی، اگه شهروندی نگو 100% حسی، این چیزی بگو که من بتونم اعتماد کنم. من دلم میخواد که اعتماد کنم، ولی وقتی تو میگی 100% شک میکنم که تو یا داری اونو از شهروندی میندازی مافیایی، یا مجبورم، اصلا خیلی گیجم میکنه، خیلی روش بدیه. علی کمک کن، این کارو نکن با ما. خب دوستان، نفر آخر منوشه. من خیلی اولش هم گفتم با صحبتی که کردی، در واقع من دوستان پشت دست تو باشم، ولی طبق صحبتی که تو کردی لطفاً فله‌ای نگید، اون میز و این میز و اون سمت و آدم گیج میشه. بعد هی داریم میگیم که آقا مثلا بیایید اجماع کنیم، همه اینو تکرار میکنیم، میگیم که آقا مثلا روی خانم لیندا کیانی کیا موافقن، یهو 5 نفر 6 نفر موافقن، بعد دوباره میگیم خانم مثلا جنیدی، دوباره 5 6 نفر. اینجوری داریم خودمون داریم همدیگه رو به هم میریزیم و داریم اصلا هممون داریم شهروند تبر میشیم ناخواسته. علی اوجی از نظر من سفیده، چون احساسی. حالا من این بخشش موافق نیستم که 100% داره میگه، ولی از نظر من سفیده. منوشرم شهره. متشکرم. خانم میرم اینی بیستید، بیستید اجماع کنیم برو کی؟ آرا به ایشون دفاع نمی کنید، بفرمایید. یک رد. خانم امیر سلیمانی آرا دفاع نمی کنند، صفر. بفرمایید. خانم جنیدی بیستن، آرا سه دفاع نمی کنند، بفرمایید. آقای هادی بیستن، آرا صفر دفاع نمی کنند، بفرمایید. خانم ناصر بیستن، آرا سه دفاع نمی کنند، بفرمایید. خانم کیانی آرا شش رأی، یه دونم تأخیری قبول نیست، ولی به هر حال دفاع می کنید، بفرمایید. آقای زندی بیستید لطفا، آرا صفر دفاع نمی کنند، بفرمایید. آقای صفا بیستید لطفا، آرا ما اینجا بشین دیگه. سه رای دفاع نمی کنن. آقای آقاپور بیسید لطفا، آرا صفر دفاع نمی کنن. آقای اوجی بیسید لطفا، آرا چهار رای دفاع نمی کنن، بفرمایید. آقای مدرس بیسید لطفا، آرا دو رای دفاع نمی کنن، بفرمایید. آقای سالی بیسید لطفا، آرا یک رای دفاع نمی کنه، تأخیر با تأخیر اومدین، قبول نیست. تک دفاع سرکار خانم کیانی، بفرمایید. دفاع که من نمیدونم چجوری شد که از اون وقت که شروع شد دو سه نفر دیگه قرار بود که همگی روشون شور کنن، ولی آخر رسید به من از جایی که آقای هادی گفت. و اینکه الان 6 تا رای به من دادین که بدون شک 4 تا از اونا مافیا بودن، همونایی که هی تایید کردن که خب بالاخره شهروندا هم گول میخورن این وسط رأی میدن دیگه، اصلا ممکنه سه تاشون هم داده باشن و اینکه به خاطر اینکه زر مشکوک نشه. من واقعا شهرم فکر کنم از نوع بازی کردنم خیلی معلومه، خیلی، چون من وقتی مافیا میشم یک ذره غرور میگیرتم، ولی الان دارم خیلی عادی بازی میکنم و اول همه من سعی کردم که بگم که مثلا این شهره، اون شهره، این مافیا یا هر چی، حالا من نمیدونم، هر چی دوست داری. من دوست ندارم برم بیرون از بازی، استراحت کنم، دوست دارم اینجا باشم بازم بازی کنم، ولی هر جوری که صلاح میدین. آقای هادی چرا یهو انقدر همه رو بر علیه من شوروندین؟ دست اول اینطوری نبود. یهو این چه حسی بوده که به شما غالب شده که احساس کردین که من مافیام؟ حتما از در و دیوار دیگه. آره خب ایستاده باقی بمونید، چون یک نفر در دفاعست در همین روز با چشم باز آرا رو میشن. دفاعشون رو شنیدین، آرا به خانم کیانی
8 با شما خداحافظی میکنیم. قبلش کنار من بیستید. خب چندومی از 6 تا کارتی که داریم؟ 4 دیگه. از کجا دیگه رو؟ 1 2 3 4. خب صحبت میکنید ها؟ حمله میکنم ما. لابی مابی محسوب میشه. بله بیخوابی. حقتونه که بیخوابی باشید. خب یه شهروند دیگه رو بندشید. براشون دست بزنید جان. خب بیخوابی آمد و مافیا شبی نخواهد داشت. از روی شب عبور کردیم به نفع شهروندها، یعنی دیگه آقای صفا هم میتونن صحبت بکنن. مونتا هیجان میگیرت از اینجور موقعا به پا جریمه نشون. سر صحبت سه تا ببریم جلو. آقای هادی ابتدای صحبت، خانم جنیدی انتهای صحبت. مرس، خیلی ممنون. ببخشید ما دوستان، شک نکنید من 100% آقای امیر حسین خان. دلیل گفتن 100% نیست که من علم غیب دارم یا چیزی شبیه به این. 100% گفتن جزوی از این بازیه. یعنی من میگم 100% ریاکشن ها رو میگیرم، حالت طرف رو میبینم، میبینم چی کار میکنه. گاهن تو بازی بچه ها تارگت اشتباه میزنم، کیفم میکنم از این که دارم این کار رو میکنم. ولی به منو چرا پشت دست یه دست بازی کردم، این دست پشت دست من بازی کن. فلامک جنیدی رو از بازی بندازیم بیرون، همین یک دست رو پشت دست من بازی کن. شب بعد جان سخت استعلام میگیره و میبینین که دوتا مافیا بیرونه، میبینین که دوتا مافیا بیرونه. اصلا شک نداره این مسئله. متشکرم. تایم چالش کوتاه. مرسی که رعایت میکنین. آقای عادی خودتون هستین، بفرمایید. علی پشت دستت بازی میکنم یه دستو. کاراگاه بازی کیه بچه ها؟ قطعا نمیتونه بگه، ولی بلنش یه ذره اطلاعات ما بده. ما تقریبا الان خیلی غیر از ایمان صفا که خیلی 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 مشکوکه تارگت بهش نمیزنم، تقریبا کسی رو نداریم. ولی من علی پشت دستتو بازی میکنم و اگر فلامک به اشتباه رفته باشه بیرون، اون وقت باید مراقب خودت باش. مرس، صحبتی نم. منوچهر جان متاسفانه کاراگاه کمکی نمیتونه بکنه، به این دلیل که ما تو بازی جوکر داریم، از رو شب هم رد شدیم. من به نظرم میاد که لیندا کیانی شهروند بود، چون که 8 تا رأی آورد و من چون خودم میدونم که مافیا نیستم بهش رأی ندادم، پس بنابراین مافیاهام به نظرم میاد که اغلبشون بهش رأی دادن. و اینکه تارگت جدی میزنم به ایمان صفا، خیلی حواسم به بازیتون بود و منوچهر همچنان به نظرم مشکوکه. متاسفانه من یه ذره در مورد آدمایی که خیلی میشناسمشون یه ذره به گمراهی میفتم، خیلی نمیتونم در موردش حرفی بزنم. ولی بازی شما دو نفر یه ذره به نظرم اتفاقا اون تبری که شما گفتین به نظرم میخواین شاید کمک کنین، ولی اون اتفاق نمیفته. یعنی الکی به هم هی نون قرض میدین، من پشت دست تو بازی میکنم. اون 100% که شما گفتی بله میشه توی این بازی استفاده کرد، ولی نه تو دست اول. یا اینکه شما یک چیز فاحشی ببینین، مثل همون چیزی که من در مورد حدیث مثلا گفتم که مثلا این چیزی که گفتی به نظر من سوتی بود، حالا الانم هنوز نمیدونم که میتونم بهش تارگت خیلی 100% بزنم، ولی 100% مال یک اشتباه خیلی فاحشه، نه مال اون چیزایی که شما داری میگی. ولی با تارگت شما به خانم جنیدی کاملا موافقم. همین. چالش خانم ناصر، شما تارگت من نیستین، ولی یک جمله گفتین که
خانم کیانی از نظر من 100% شهر بود و چون من هم شهرم بهشون رأی ندادم. شاید ایشون مافیا بوده و شما هم مافیا بودین. به دلیل اینکه وقتی که ایشون رأی آوردن که برن بیرون شما وا رفتین، یعنی خیلی جا خوردین و ناراحت شدین. من نمیگم شما مافیایین، ولی دقیقاً حرفتون میتونه برعکس هم باشه. در ضمن در روز قبل به من گفتین که شما رأی کم شد، حتماً 4 تا مافیا کم شده. اگه من خودم مافیا باشم باید 3 تا رأی کم بشه، نه 4 تا رأی کم بشه. اگه من مافیام یکیش خودم هم دیگه، اون سه تا دیگه کم میشه، نه 4 تا. من یه دست پشت دست آقای هادی بازی کم، باید یه نفر قربانی بشه به هر حال اگرم شهروند باشه، به دلیل اینکه ما بفهمیم باز تا آخر بازی پشت دستشون. اگر امشب جان سخت استعلام بگیره و ما ببینیم خانم کیانی شهرونده، میفهمیم که آقای هادی دارن به ما خیانت میکنن، دارن بیشتر خیانت میکنن و جزو مافیان. این استدلال نظر شخصی من نیست. به کسی که خیلی ساکت نشستم، من چالش گرفتم چون خیلی دیر بهم رسید. آقای صالحی نه معلومه شهرونده نه مافیا، وقتی هیچ بازی نمیکنه علکی لبخند میزنه، از نظر من متشکرم. جمله آخر دوستان، من باز میگم فکتتون رو بیارید برای شما، برای خانم جنیدی. ما وقتی بلند میشیم 3 تا مافیا میگیم، همه تهمت اینو به ما میذارن که دیدی چجوری تو داری میگی این مافیاه فلان، ولی شما معرفی میکنید و هیچی نمیگید. من نمیگم مافیا هست یا نه، اما میگم فکتشو بگید که آقا مثلا به این دلیل شما اون دیسلایکی که بهت بابت ایمان دادم، گفتی ایمان مافیا و شهروندشو فرق داره بازی کردنش با هم. این دیسلایکی که بهت دادم برای اینه که همه میدونن ایمان مافیا و شهروندشو یه جور بازی میکنه. آقا خود این آدم به این شما جواب من میدی، شما مافیا و شهروندت یکی هست یا نیست؟ این دیسلایکی که من به شما دادم بابت این موضوع بود. و اینکه آقای مدرس، آقای هادی میگن که کاراگاه به ما کمک کنه و به ما استعلام بده، شما بهش لایک میگی، لایک میدی. ایشون میگه که جوکر داریم تو بازی، شما دوباره بهش لایک میدی. با کدومش موافقی؟ من همچنان به آقای مدرس مشکوکم. متشکرم. من هنوز سایلنتم. نه نه ایمان، دستمو ببینید رو به کدوم سمته، بفهمید خواهش میکنه. ممنون. فرقی نمیکنه، ایشون هم یار شماست، حرفای شما رو میزنه، بفهمید خواهش میکنه. اصلا بی خود خوشم. خانم امیر سلیمانی، من که سری قبل از اینکه بیخوابی بدن یه رو حرف زدم که وقتم هم تموم شد، بعد اشاره هم کردم که فله ای نگید که این میز حرارت داره، این میز سنگینه، این میز. بعد ما اولش یه تارگت زدیم به امیرحسین مدرس، یه فراموش کردیم. من گفتم گمراه نشیم، یه نفر رو که میگیم بهش فکر کنیم، یه ذره نگاه کنیم. چرا من چی باید بگم؟ مرسی. خب خیلی متشکرم. تارگت درد نداره آقا، من تنها کسی هم که بعد از اون رأی گیری میتونم بهتون بگم کی مافیاست کی مافیا نیست. بعد منو سایلنت میکنی؟ من اگه میخواستم بدمت بیرون که دور دوم دستمو نمیآوردم پایین. اینقدر سریع هیجان زده عمل نکنید لطفاً، خواهش میکنم. یک یار یک آدم دادید بیرون، یک دور من رو ساکت کردید. آدم ها رو دارم عرض میکنم. علی آقای صالحی، آخرین نفری اصرار میکنم، داد میزنم به اجماع برسونیم شهر رو. چرا اصلا در مورد فلامک حرف میزنی؟ علی اوجی از نظر من سفیده، چون احساسی. حالا من این بخشش موافق نیستم که 100% داره میگه، ولی از نظر من سفیده. منوشرم شهره. مافیای صد منی، مافیای صد آقای صالحی، خانم جنیدی، اگر منو چهره هادی، اگر این دوتا شهره تو هن، من مافیا میرم. ایمان باید ساکت بشه، ایمان بلنشه همه رو میریزه به هم، یعنی مافیا و شهرش این همه. اگه شهر باشه کمک میکنه، اگه مافیا باشه به شدت میتونه شهر رو دور بزنه. واکنشش ببین، این عصبی، این مافیاست. خستم کردی، هی میگم تبر نشو. ایمان صفا مافیاست. آقا من مافیام، اگر خانم جنیدی و آقای علی صالحی برای شما شهرن، من مافیام. بدین منو بیرون.
خستم کردی منوچهر؟ صاحب دلان کسی چالش میخواد؟ من استفاده کردم؟ خانم جنیدی بفرمید. بابا جان اصلا من با من لجی بندازین بیرون، من مشکلی ندارم، ولی من به نظرم خیلی 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 این روش بازی عجیبیه که من پشت دست تو تو پشت دست تا من به نظرم یه ذره میرسه یا هر دو مافیا یا یکیشون بدجوری گوله اون یکی رو خورده. من برام خیلی ترسناکه، واسه همینم یه ذره اصلا دست و پامو جمع کردم. آخه نمیفهمم یعنی چی که تو پس اونو بیرون میکنی منم اونو بیرون میکنم. من یه ذره واقعا اصلا نمیفهمم، تو اصلا بازی منو آچمز کردی. بسه همینش از ایمان دوستان ببینید، شهروندا لطفا حرف منو گوش کنن. شهروندا تا الان به نظرم بد بازی نکردیم، شانس خوش شانس بودیم برای اینکه از شب دوم پریدیم، تو شب تلفات ندادیم. شب اول احتمالا اون جان سخت رو زدن و ما تلفات ندادیم. الان ما یه دونه خانم لیندا کیانی بیرونه، اعتماد کردیم به منوچهر، به حرف منوچهر اعتماد کردیم، خانم کیانی رو فرستادیم بیرون. قطعا تقاضای عاجزانه که استعلام بشه، بفهمیم اگر کسی یا کسانی میرن بیرون، بفهمیم نقششون رو. اون وقت اگه بفهمیم تکلیف منوچهر معلوم میشه. من که اعتماد کردم به منوچهر. اگر معلوم بشه که کسی که بیرون شهرونده، منوچهر سیاه میشه کاملا. اون وقت میتونیم یه لینک مافیایی پیدا بکنیم. برای منم الان علی صالحی خورده داره خاکستری میشه، از علی یه ذره کمتر امیرحسین مدرس. راجع به ایمان واقعا بلا تکلیفم، چون واقعا همیشه آقای اوجی، ایمان صفا چه شهروند چه مافیا بازیش یک جوره. جمله آخر رگ میدم سر ایمان. بفرمایید خانم آقایون، کسی چالش کسی؟ نه خیلی خوب. ببینین دوستان، من خانم جنیدی رو میشناسم، سالیان ساله که میشناسمشون، ارادت دارم باشون همبازی بودم. چه افتخاری بزرگتر از این که با شما همبازی بودم. خانم جنیدی به خدا چرا لج باشم با شما؟ مافیای صد منی، یعنی نوع بازیت مافیاست و 100% مافیاست. اگه میشد دو نفره بدیم بیرون، علی صالحی رو با عشق میدادم بیرون. اگر میشد دو نفره بدیم بیرون، با عشق علی صالحی رو میدادم بیرون. اینجوری تابلو پشت فلمک وامیسی علی؟ نه. علی یه بابا تو تات درخشانی، اینجا چرا داری ها؟ اشتباه نکن عزیز دل من. خواستم دیرتر صحبت کنم ولی ترسیدم که یادم بره. من تارگتم رو از روی فلامک جنیدی بر میدارم و تارگت خیلی جدیتر میزنم به کمند امیر سلیمانی عزیزم. کاملا این دفعه مطمئنم، به دلیل اینکه شما میگی که شاید چهار نفرشون اونایی که به من رأی دادن مافیا بودن، بعد اگه من خودم مافیا باشم میشه سه نفر، به شما یه نفر رأی داد، اون من بودم، پس سه نفر و چهار نفر و اینا نداریم. و اینکه میگی که از کجا معلوم که، آره از کجا، به احتمال خیلی قوی به نظر من شهروند بوده، به خاطر اینکه 8 تا رأی براش جمع شده. کسی که 8 تا رأی براش جمع میشه، احتمال اینکه شهروند باشه خیلی بیشتره تا اینکه مافیا باشه. و تارگت جدی میزنم به علی اوجی و ایمان صفا، این دفعه یه کمی مطمئن‌تر و کمند عزیزم بچکر. خیلی بیشتر، به خاطر اینکه شما در مورد کمند امیر سلیمانی هیچ حرفی نمیزنید. آقای مدرس نوبت شماست. من وقتی که لایک نشون دادم به اون دو موردی که شما اشاره کردید، در حقیقت وجود اون شخصیت ها رو تایید کردم. بله کاراگاه باید به ما استعلام بده، شب باید استعلامش رو بگیره و به ما کمک بکنه به شهر که ما هم تکلیف خودمون رو بدونیم، از این بی سر و سامونی در بیاییم. بله جوکر داره بازی، بله بازی جوکر داره، من به این چیز کردم. حالا نمیدونم یا شما بودید یا ایشون، الان نمیدونم، حالا فرقی نمیکنه کدومی که از عزیزان بودن، جواب رو دارم عرض میکنم. منوچهر اگه شهری، کمک کن به شهر. من ممکنه که در شهر آدم موثری باشم، ممکنم هستش که آدم موثری نباشم، اما شهروندم و دلم میخواد که به شهروندا و به همشهریام کمک بکنم. خب علی جان،
اگه مافیایی خوب داری نقش شهروند رو بازی میکنی. من همچنان درس وقتی حرفا رو شنیدم درصد مافیایی تو برای من بالاتر رفت. من از شهروندا خواهش میکنم علی خیلی ساکتی، نه میخندی، نه گریه میکنی، نه تکونی میخوری، نه کلاتو برمیداری، یه خورده به نسبت اون سه دستی که قبلا با هم دیگه بازی کردیم فرق کردیم. جمله آخر. خب شهر 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 آقای علی اوجی رو من معرفی میکنم به عنوان مافیا. خواهش میکنم اجماع بکنید، تکلیف رو مشخص بکنیم، خیلی داره کش پیدا میکنه. ممنونم. چالش علی اوجی عزیزم، تئاتر درخشانم، دمت گرم که به من لطف داری. من به شما گفتم شهروندی سفیدی و گفتم پشتبند منوچهر بازی میکنم. اینکه کلامو بردم بیارم، من گیریم اینجوری دارم دلیل این کلا. حالا شاید اینو بردارم یه ذره بیشتر شبیه مافیا شم. گفتم آدرس مستقیم ندم. خانم امیر سلیمانی، شما از اول به من گفتی، از اول همه رو لایک دادی برای من که من مافیام، بقیه رو به جون من بندازی، هی تلاش کردی. خود شما داری من به شما میگی که از خانم جنیدی هیچ در واقع اشاره نکردم. به من میگی که نفر آخر بودم. اجماع رو دو نفر بودش، تکلیف روشن نبود. من تهش هم گفتم، هم لیندا، خانم لیندا کیانی رو گفتم، هم خانم جنیدی رو گفتم، مطمئن نیستم. ولی خانم امیر سلیمانی داره گمراه میکنه. اگه آقای اوجی اینجوری میخوای شهروند بازی کنی، از نظر من شما مافیایی. الان به قطعیت رسیدم، چون تابلو داری دفاع میکنی. من بفرمایید. میدم به ایمان. نه یارتونه، بفرمایید. تعیین کننده ایشونه. خانم میرامینی، کدومی که از ما؟ بفرم. من جا علی حرکت تو نه 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 تو رو خدا برنم. حرکتت رو خواهش میکنم بیشتر کن، خواهش میکنم بیشتر کن. بعد رفقا ما نیومدیم اینجا خاطره تعریف کنیم، ما اینجا خاطره نیومدیم تعریف کنیم، تکلیف رو اومدیم معلوم کنیم که یا شهروندها یا مافیا، به هر حال یک کدومشون برنده این بازی هستن. خاطره بازی رو بذارید کنار، موقعی که خواستیم چای بخوریم و شیرینی بخوریم بعد از بازی یا بین بازی، خاطره ها رو بذاریم برای اون موقع. مرسی. خیلی موافقم باهاتون، خیلی ممنون. من فکر میکنم که من شخصا حداقل اینکه کسایی که فکر میکنم شهرن و من خودم شخصا نظرمو میگم و کسایی که واقعا شهرن حداقل بدونن که من شهرم و همه با هم دیگه بیایم اون کسایی که در واقع اتفاق نظر داریم که مافیان، از جمله مثلا از نظر من آقای علی صالحی اگر هست، از نظر بقیه هم، تو رای گیری به این نتیجه برسیم. آقای هادی به نظر من شهرن، ولی ممکنه یه مقداری تبر بشین، یوهی مثلا به ایمان بگیم، به این بگیم، به این بگیم. منظورم اینه که به یک نفر دونه دونه اگر که میخواین، همچنان راجب خانم ناصر یه کوچولو دارم بر میگردم، یعنی 100%، حالا 99% هم حتی نیستم، دارم یه ذره میکشم عقب. به نظرم یه ذره شهر میاد، ولی همچنانم 50-50. حالا من شک دارم اون ردیف 100% من، آقای صفا و آقای آقاپور شهرن، شما هم 50-50، آقای اوجی 50-50، آقای مدرسو 100% شهرم. آقای صالحی یه چیزی بهتون بگم، الان گفتن که خانم کیانی که داشتن میرفتن بیرون من رأی دادم، در صورتی که شما رأی ندادید. به خاطر همین من به شما مشکوکم، چون اگر از نظر من لیندا مافیا باشه، شمایی که بهش رأی ندادید مافیان. و کمندو 100% میگم شهر، چون باهاش بازی کردم. فلامک داره منو گمراه میکنه. جمله آخر. یه ذره ساکتی، یه ذره اگه شهری خودت دفاع کن. مرسی. خانم امیر سلیمانی بفرمایید. بفرمایید. آی هادی یه محبتی کن، توی خانواده شما یک مافیاست، خودتون پیدا کنید، ما پا برنه نیم تو خانوادهتون. علی صالحی، علی صالحی عزیز دلم، چرا نظرت رو راجب خانم جنیدی نمیگی؟ چرا حرف میزنی قبل از علی، بعد از علی چالش میگیری، میگی حرکتتو بیشتر کن؟ چی میگی امیر حسین؟ چرا انقدر تبربازی در میارین؟ اگر امروز اجماع کردید روی علی صالحی و فلامک جنیدی، یکیشون رو دادید بیرون، شهرتون رو نجات میدم. اگر این دوتا رو ندادید بیرون، قسم نمیخوام منو اجماع کنید برم،
با منوچهر هادی یک تا یه ناصر ما میگیم خانم جنیدی یهو پا میشه میگی خانم جنیدی بر من پاک شد علی اوجی صد مافیایی چی میگی تنها سه بار پا شدی این سه بار به کمند امیر سلیمانی گفتی خانم ایشان شما 4 تا صد سفید صد منه جمله بفرمایید خانم ناصر فکر کنم حرف منو متوجه نشدین شما گفتین دست اول 8 تا رأی آوردی بعد شد یک رأی که از اون 7 تا حتما 4 تاش مافیاست من دارم به شما میگم 4 تا مافیا نیست اگه من مافیام 3 تاش مافیاست منظور من این بود بعد من الان نمیخوام به شما تارگت بک کنم که شما فکر نکنین به خاطر اینکه هی به من تارگت میزنین خانم ناصر شما هر بار بلند میشین به یک کسی تارگت میزنین توی جمع بازی انگار نیستی یه ذره به کسایی که دارن روی کسی فوکوس میکنن دقت کنین شما هر بار یکی رو دارید بهش تارگت میزنین بعد چجوریه که کسایی که پلیرهای قوی هن الان دارن به شما میگن من شهرم ولی شما نمیپذیرین در مورد خانم جنیدی من چیزی ندیدم تا حالا خودشو به من نشون نداده من اعتماد میکنم به شهروندا ولی چیزی به من نشون نداده ولی آقای صالحی شما چرا تا به حال اینقدر ساکت بودید؟ الان در مقام دفاع یهویی با من برخورد میکنید چرا؟ چون از اول بازی من شما رو حسی گفتم دست اول بدون هیچ منطقی از چهره شما احساس کردم شما مافیا هستین و برای اینکه ذهن رو پریشون کنی یهویی بعدش گفتید کمند حتما مافیاست چرا برای اینکه ذهن رو پریشون کنیم برای اینکه فقط منم که هر دور دارم شما گیر میدم و میگم که شما مافیایی نمیدونم راستش رو بگم من نمیدونم چرا الکی بگم خانم جنیدی مافیاست شاید باشه برای من 50-50 جمله یا متشکرم نه خیر به هیچ کس تارگت این چیه چالش نمیدم بچه‌ها جون اولا که آقای اوجی جان این که من با این کار کردم منم با شما کار کردم منم میتونم الان بگم که آره من میدونم که الان علی اوجی چیچی مافیاست برای اینکه خیلی فکر نکنید که با نمایشی کردن ماجرا میرین تو لاک شهروندی نه تو لاک شهروندی نمیرین من به آقای مدرس مشکوک بودم ولی الان میفهمم که آقای مدرس خیلی خوب دارن علی اوجی رو شناسایی میکنن و یه ذره بهشون اعتماد میکنم من نمیدونم چرا تو میگی که به شما هم چالش میدم چشم من نمیدونم چرا تو میگی که آقای هادی من به نظرم آقای هادی شهر تقریبا الان میخوام به زبان علی اوجی بگم صد منم آقای هادی شهره من راجبه تو مشکوکم من بازی تو رو آقای صفا نمیشناسم من به نظرم تو چه وقتی مافیا هستی چه وقتی شهروندی انقدر آخه مافیات هم همینجوره وگرنه الان که شهروند خوبی بودی ولی مافیات هم همینجوره که باز شهروندی جمله آخر راجب شما هیچ نظری ندارم اعصابم هم واقعا برمیخت بیا به شما میدم متشکرم نه چالش که الان دیگه نمیشه بعد اول صحبت تعیین میکردید که بله بیسید آقای عادی بیسید آرا برای ایشون دفاع نمیکنن بفرمایید صفر خانم ناصر بیسید آرا دو دفاع نمیکنن بفرمایید آقای زندی بیسید آرا صفر دفاع نمیکنن بفرمایید آقای صفا آرا سه بفرمایید آقای آقاپور آرا صفر دفاع نمیکنن آقای اوجی آرا پنج ولی باز هم دفاع نمیکنن آقای مدرس بیسید لطفاً آرا صفر دفاع نمی کنن آقای صالحی بیسید لطفاً آرا پنج و شیش تأخیری بود چهار تا نمی شماریم خانم میرامینی بیسید لطفاً آرا یک دفاع نمی کنن خانم امیر سلیمانی بیسید لطفاً آرا دو دفاع نمی کنن خانم جنیدی بیسید لطفاً آرا چهار رای دفاع نمیکنم بازم پنج هم تأخیری ولی بازم دفاع نمیکنم بفرمایید تمام بسیار خوب بریم برای شب با اعلام من بعد از 3-2-1 شب میشود 3-2-1 شب است چشم ها خوب بسته سرا رو نه بالا بگیرید نه پایین کل گروه مافیا بیدار شن تا من اسلحه رو آماده میکنم و همینطور که اسلحه رو آماده میکنم هم دارم همه رو میپام
شور و مشورتشون رو انجام بدن. اون لایک دیسلایکی که بهت بابت ایمان دادم، گفتی ایمان مافیا و شهروندش و فرق داره بازی کردنش با هم. این دیسلایکی که بهت دادم برای اینه که همه میدونن ایمان مافیا و شهروندش رو یه جور بازی میکنه، ولی ایمان صفا شهر و مافیاش با هم فرق میکنه. فرق میکنه منو چه ارادی. بسیار خوب، دکتر لکتر انتخاب خودش رو به من نشون بده. علی آقای صالحی، آخرین نفری اصرار میکنم، داد میزنم به اجماع برسونیم شهر رو. چرا اصلا در مورد فلامک حرف میزنی؟ جوکر، کل مافیا ها بخوابن، دکتر شهر بیدار شد. دکتر چه کسی رو نجات؟ دکتر بخواب. کاراگاه بیدار شد. استعلام یک نفر رو میتونه از من بپرسه. یک تای ناصر، ما میگیم خانم جنیدی، یهو پا میشه میگی خانم جنیدی بر من پاک شد. علی اوجی، صد مافیایی، چی میگی؟ من تارگت جدی میزنم به علی اوجی و ایمان صفا. کاراگا بخوابه، حرفه‌ای بیدار شد. اسلحه بدم خدمتتون جناب حرفه‌ای. چشم‌ها رو خوب ببندید. چشم‌ها رو خوب ببندید. استاد. اگر امروز اجماع کردید روی علی صالحی و پلامک جنیدی، یکیشون رو یادید بیرون، شهرتون رو نجات میدید. همچنان راجب خانم ناصر یه کوچولو دارم بر میگردم، یعنی 100%، حالا 99% هم حتی نیستم، دارم یه ذره میکشم عقب. حرفه‌ای بخوابه. روان پزشک بیدار شه. یه فرصت دیگه باقی مونده. آیا روان پزشک میخوای امشب استفاده کنی و سکوت بدی؟ بسیار خوب، بخوابه. جان سخت، آیا از من استعلام میخوای؟ جان سخت بخوابه. فروشنده، آیا امشب اون شبه؟ آیا اون شبیست که میتونی نقش علی آقای صالحی، آخرین نفری اصرار میکنم، داد میزنم، چرا اصلا در مورد فلامک حرف میزنی؟ فروشنده بخوابه. با اعلام من 3-2-1 روز میشود. خب
یک شب جالب داشتیم. گزارش بدم خدمتتون. روان پزشک بازی از دومین فرصتش استفاده نکرد. همه میتونن حرف بزنن. جان سخت بازی استعلام خواست که خواهم گفت. آقای صالحی، نقش شما در بازار به فروش رفت و قابلیت‌های شما رو به حراج گذاشتند و شما هر قابلیتی که داشتید از دست دادید. اگر شهروند بودید، اگر مافیا باشید، هر چی که باشید، قابلیتی اگر دارید اون رو دیگه از دست دادید. یعنی در واقع تبدیل شدید به ساده. چه شهروند باشید چه مافیا، تبدیل شدید به ساده هر چی که بودید. و اما کشته ها. گفتم کشته ها. به روزترین سریال ها و فیلم های سینمایی ایران با تلویکا تلویکا.com. پس یعنی دو نفر کشته دیم. باید خداحافظی کنیم با جناب آقای سرکار خانم نوچ بچ بکنی ایمان صفا. میدونم. خداحافظی میکنیم با سرکار خانم فرامک جنیدی. ایول حرفه‌ای. تشویش کنید. دم حرفه‌ای. حرفه‌ای هر کیلو دمش گرم. لطفا صحبت نکنید، برای ایشون دست دادید. جمع ما رو ترتیب کنم بدون وصیت. چی نگم؟ نه دیگه تو شب. آی! بایسه آبمو ببرم. خانم جنیدی، اگر امروز اجماع کردید روی علی صالحی و پلامک جنیدی، یکیشون رو دادید بیرون، شهرتون رو نجات میدید. خواهش میکنم. بسیار. استعلام جان سخت. این کشته ها. اون یکی علکی گفتم. شاتر خوبه. دو نفر از بازی شما بیرون رفتن. یه اصطلاح از خودم در بیارم. یک نیم کلینشیت شهروندی دارید. خوش بدید دیگه. هر دو مافیان. گوش بدید. و اما سمتشو. بله. پدرخوانده مافیا. به به. و جوکر بیرون. به به. دست میتونیم؟ نه نمیشه. شما خودت میشی ابتدای صحبت، معین میشه انتهای. من چالش برم. بفرمایید خواهشم. دوستان بعد از من حرف بزنید. هر چی شما صلاح بدونید. شما بفرمایید. دوستان شهروند عزیزم، بسیار بسیار خوشحالم که اینجا همه چیز مشخص شده. دیگه بسیار راحته. دو تارگت خدمتتون میزنم. منوچهر پشت دست من بازی کردی؟ ازت ممنونم. پشت دستم بازی کن. تموم میکنم بازی رو. کلین شیت نکردیم توف کن. رو زمین. آقای معین زد به نظرم 100% مافیان. جناب آقای علی صالحی 100% مافیای منن. شک نکنین، پشت دست من بازی کنین. دوستان عزیزم، دوستان عزیزم، ما آقای صالحی رو میندازیم امشب بیرون. آقای صالحی رو امشب میندازیم بیرون. شب شد، حرفه‌ای محبت کنه، معین زد رو بزنه، تموم کنه، بریم خونمون. خب من همچنان ایمانم و همچنان صفام و دیگه تبری در این شهر وجود نداره. ما یه اره برقی داریم به نام منوچهر هادی. خیلی ممنونم. یه اره برقی دیگه داریم که دیگه اون اصلا بنزین هم لازم نداره. همینجوری یه ضرب کار میکنه. باتری مادام العمر خانم ناصر. محبت کنید، یک روز به ما اعتماد کنید،
این فروشنده یه بازی یک چیزی میدانسته که نقش ایشون رو گرفته دیگه. یک بار به جان یک بار اعتماد کنیم به یه شهروندمون، به یک شهروندی که نمیدونیم کیه اعتماد کنیم. اجماع میکنیم روی علی آقای صالحی. خانم امینیر امینی، اگر علی صالحی نبود من دیگه مافیا بازی نمی کنم هیچ وقت. من دیگه مافیا بازی نمی کنم هیچ وقت. سکته میکنم. آخه من نمیفهمم چرا دیسلایک، چرا دیسلایک؟ یه بار قبل از بازی بیرون توضیح دادم رفقا، وقتی شهر داره اجماع میکنه روی یک نفر، حتی اگر مطمئنی که اون شهره، دیسلایک نده. پانشو بگو تارگت من یکی دیگه است، برای بقیه میشیم آف. میخوایم یه شهروند بدیم بیرون، اشکالی داره آی هادی؟ بله. از نظر شما میخوایم یه شهروند بدیم بیرون، ایشونو بدید بیرون. اگر مافیا نبود من دیگه مافیا بزنم. آقای زد هم همینطور. آقای هادی شما میفرمایید هر دست اول بازی که ما این زد تو شهر باشی میکوبی. متشکرم، بفرمایید. منوچهر. بله علی جان، مرسی پشت دست من اومدی گوش کردین شهروندا، دمتون گرم. لیندا کیانی رفت بیرون، بهت اعتماد کردم. خانم رفت بیرون، دوتا مافیا. ایمان اصلا قشنگ صحبت نمی کنی، نامحترم بازی میکنی. عشقم، عاشقتم، میدونی چقدر دوستت دارم، ولی شهروند با این ادبیات به درد من مملکت‌آرادی نمیخوره. همه بازی فدا سرت، من میخوام تبرشم همه شهر رو عروی نادانی بزنم، عربی نادانی بزنم، ولی اون چیزی رو که تصور میکنم و به زبون میارم. تو وقتی که شهروند میشی چنان مدیریت میکنی، الان تو کاری نکردی، الان تو کاری نکردی. لیندا رو من انداختم بیرون، خانم جونیدونم به خانم لیندا کیانی اصخایی میکنم. علی اوجی همچنان به تو و علی اوجی همچنان مشکوکم. علی اوجی کمتر، پنجا کمتر، ولی در ارتباط با معین زد، علی جان من از علی، معین زندی از علی من مطمئن ترم، چون علی یه بخشیش ضعیف بازی میکنه، میتونه عروی ضعفش، ولی ایشون رو مطمئنم و بازی شرفندیشو میدونم. ایمان دارم که ایشون، اگر اجماع رو این کنید هستم، اگر رو علی هم برید من تابع جمعم. ایمان جان دوست دارم. معین زد مافیا. خب مافیا بله سند. من متوجه نشدم که چرا ایمان به منوچهر گفت اره، چون منوچهر که خانم کیانی رو تارگت زد، ما هم اجبار کردیم فرستاد. باز خانم ناصر رو بگن تا حدودی بابت اون رأی انحرافی و اینکه دوباره شما به خانم کمند امیر سلیمانی تارگت زدید، من یه ذره مشکوک هستم. راستش خب منم موافقم اجماع بکنیم روی علی. بله ما امروز روی علی اجماع بکنیم. راجب معین چون بازیکن حرفه‌ای هست میتونه کار بلده. منظورتون کار بلد؟ بله بله، چون بازیکن کار بلدی هست، بله بازیکن ماهر و حاذقی هست، تسلط داره، حالا هر چی میتونه. بله هر چی حرفه‌ای یکی از نقش‌هاش گزینه‌ها باشه. ولی دم شهروندا گرم، تا الان خیلی خوب رفتیم. ایمان اگه الان دوباره تو چیز نکنی، شروع نکنی به قوقا، من یه سوالی دارم، اگر میشه به من جواب بده. آیا تو به خانم کیانی رأی دادی که مافیاست؟ ترجیح میده که اظهار نظر نکن. خیلی خوب باش، خوشحال میشم بدونم که اون وقت نظر من راجع به تو شفاف میشه. دوستان عزیزم، کسی چالش میخواد؟ کسی چالش دوست دارین بعد یا قبل من صحبت کنه؟ قبلش بفرم خواهش میکنم. خب ما با اعتمادی که به شما و آقای هادی کردیم تا حالا موفق پیش رفتیم، چون سر صحبت شما بود خواستم حتما تو این دور به یه جنبندی برسیم. منم این امروز با آقای معین مشکوک هستم، آقای صالحی رو همچنان مشکوکم، ولی روی یکی اجماع کنیم که یکشونو بتونیم بدیم. متشکرم. خب منو شرجا، من راجع به ایمان اولا بگم بهت. ایمان وقتی هیجان زده میشه شروع میکنه نقش دادن به شهروندا که خیلی هم بامزه است. اینو از اون ورش ببینیم. با نمکه عزیز دلم، خیلی خوشحالم که ساکتی، خیلی حداقل نمیای یه چیزو. چرا من هنوز یه خورده برات شک دارم عزیزم؟ من از اول بازی گیر دادم به فلامک جنیدی. خانم فلامک جنیدی، سرکار خانم فلامک جنیدی.
نکته ای که دارم عزیزانه دارم، ما این زد اینجوری بازی نمی کنه. من بهتون گفتم اول، من بهتون گفتم من چیزی که دقت می کنم به رفتار آدم هاست. تارگت اشتباه می زنم، میرم روی یکی الکی بر می گردم، صد می کنم اول بازی. ولی اینجایی که دارم وایستادم دارم بهتون میگم، راجب خانم جنیدی به من اعتماد کردین. مافیای یک، مافیای دو، هر کدومشون رو دوست دارین اجماع کنین من هستم. مافیای یک، مافیای دو، تموم کنیم، کلینشیت کنیم، بریم. ببخشی یه سوال دارم، میشه با حرفه‌ای حرف زد؟ بفرمایید. جوری آره. مرسی. دوست عزیز حرفه‌ای من، جمله آخر البته. بله، دوست عزیز حرفه‌ای من که دیشب درخشان عمل کردی و خانم جنیدی رو زدی، خیلی ازت ممنونم. اگر امشب اجماع رسیدیم به آقای صالحی، معین زدو بزن، هیچی نمیشه. اگر معین زدو اجماع کردیم، صالحی رو بزن، تمومش کن، قالب کنیم، بریم ببینیم چی میشه. من اول یه عذرخواهی از منوچهر هادی و یکتای ناصر بکنم. من اینا فقط شوخی های توی بازیه. تو رو خدا، تو که میدونی من خاک پای تو هم و اینجا هم باید اعلام کنم، من اولین بار منوچهر هادی منو آورد جلوی دوربین. ارادت شخصی بنده به شما و خانم ناصر برای هیچ کس پنهان نیست. اما منوچهر جان، تو میگی کاری برای شهر نکردی، اجازه دادی عزیزم. من روز اول دو تا تارگت میزنم، نگاه میکنم ببینم شهر به کی گیر میده. شهر به کمند امیر سلیمانی گیر داد، 6 تا 7 تا تارگت خورد. این میشه برای من شهر. من شهرمو اینجوری پیدا میکنم. خوابیدیم، پاشدیم، من سایلنت شدم، پاشدم حرف بزنم، گفتی ایمان مافیاست. من فقط دارم از خودم دفاع میکنم. آقا یه دقیقه گفتم یه روز شما هیچی نگو، یه روز بکش از من عقب، جمع کنید روی آقای صالحی، به فروشنده بازیتون اعتماد کنید یک بار. این فروشنده بازی یک چیزی میدانسته که نقش ایشون رو گرفته دیگه. ایشون رو بدید بیرون، شبم ایشون رو بزنن. جمله آخر، ایشون وقتی که من حس میکنم، حس نمیکنم که ساده بوده باشه در ساید خودش، حس میکنم یک نقشی داشته، چون وقتی فروشندگی شد یه ذره به هم ریخت. آقای صفا کیک میشن، آقای صفا کیک میشن. فروشنده، آیا امشب اون شبه؟ آیا اون شبیست که میتونی نقش کسی و قابلیت کسی رو ازش بگیری؟ آقای صفا کیک میشن. آقا نکنین این کارو دیگه، آقا برای چی کیک میشن؟ نباید بازی زود تموم شه علی اوجی، تایم میخوان مردم کن ببینن. خیلی متشکرم، به افتخارشون دست بزنید. رفیق آقای صفا دلیل چی با پیروزی خدمت رو تستم بیرون، حتما بعدا توضیح بدم، الان جاش نیست. خب پر هیجان بازی میکنی، باهوشی و یه عالمه نمک داری، همه ما دوست داریم، مخلصیم، ولی قانون قانونه. یه ماچ به من بده. من اطلاقی نشارم. افتخار جان، ایمان جان، ها زیاده، ایمان جان، حتی جود برو در جریان باشی. نباید کسی حرف بزنه دوستان. من عوضی میخوام، من عوضی میخوام، دارم برات. خانم داشتیم برام توی نشدی؟ نه عالی هم خوبی؟ من مثل اینکه چیک شدم. خوبی عزیزم؟ من عالی هم، من عالی هم. متشکرم، متشکرم. بشین بشین بشین. خب توضیح بدم، یک بار اطلاق نقش، یک بار افشای نقش. و بار اول رو تحمل کردم، بار دوم دیگه متهم میشیم به اینکه قانون رو رعایت نمی کنیم. بنابراین مجبور بودیم که با ایشون همین جای بازی خداحافظی بکنیم. صحبت‌ها رو ادامه میدیم. رفتیم رسیدیم به آقای مدرس. بفرمایید. خب خدمت شما عرض کنم که داریم نزدیک میشیم به اون شرایط حساسه که در دست‌های قبل من هی روش تأکید داشتم. دو تا مافیا
بیرونم. خب خدا رو شکر. خدمتتون عرض کنم که همچنان مافیاها در بین ما هستن. روی علی صالحی من ظن و گمان دارم و دلم میخواد که پشت دست کسانی که به ایشون مورد هدف قرار دادن بازی بکنم. چیکار داری میکنی؟ قلبم داره میزنه. آها. دنبال قرص میگردم. و خواهش میکنم از دوستانی که شهروند هستن یه خورده جدیتر شهر باشن، یه خورده مستحکمتر شهر باشن، به یه اجماعی برسیم و همین در همین دقایق آینده یکی دیگه از دوستان بیشتر از این نگیریم. متشکرم. تارگت نمیخواستیم بزنیم؟ زدم دیگه. آقای اوجی، من اول تشکر میکنم از تشکراتی که از بنده کردین. خیلی متشکرم. و اینکه ممنون از توضیحات پربار شما. و اینکه من به خانم لیندای کیانی رأی دادم، به خانم جنیدی رأی ندادم، به آقای علی صالحی رأی دادم. شما چطور منو مافیا دیدی؟ من 12 کافی خوردم. 48 ساعت. چیه؟ بگو، توضیح بده. نمیتونه. میدونم. آزاد. 12 ساعت. میگم 12-48 ساعت نخوابیدم. این یه ذره فست بودنم برای اونه و همچنان برای من نفر چهارم مافیا آقای مدرس هستن. خواهید فهمید. بفرم. الان منو متهم نکنید که چالش دادم به علی آجی. خیلی ممنون. من گفتم اعتماد میکنم به منوچهر عادی، پشت دستش بازی میکنم. منوچهر عادی، خب من باش کار نکردم ولی خیلی رفیقم و میشناسه منو. من دومین باره که دارم مافیا بازی میکنم و خیلی ذوق زدم که اومدم فینال، چون بر حسب دو تا کارت ذهن زیبا من بازی قبلو خیلی برام خوب شده و الان قبول دارم که آدمی نیستم. این ضعف منو به من میگن که شهروند نیستم، داد بیداد کنم، ولی شهروندم، حالا دیگه کارایی هم ندارم. و اینکه خانم میرامینی، حالا موقعی که تارگت میزدم به من شما دیسلایک دادید. من زمانی رأی ندادم که خانم امیر سلیمانی رأی گرفتم و من در دفاعشون دیسلایک دادم و من ممنوع شدم، حق رأی نداشتم. خانم کیانی که رفت بیرون، من رأی دادم. اگر شما حواستون نبود متهم نکنید. و خانم جنیدی رو هم نگفتم، من دفاعی هم نکردم. مخلصی. بچه، اول از این که خیلی ایمان رفت بیرون، خب من خودم شخصا ناراحت شدم. همه میدونیم بازیکن خوب و خفنیه. چیزی که میخوام بگم اینه که تو رو خدا یه ذره سکته میکنین، همه خونه بازیه دیگه، حالا خیلی هم چیزی نیست انقدر داد و بیداد میکنی. من خودم اولین دستی که بازی کردیم تارگتم ایشون بودن، آقای زندی. و بعد این جریان راجع به آقای صالحی، من خودم اصرار کردم بله حق با شما، شما حق رأی نداشتیم، من عذرخواهی میکنم. و تارگت بعدی من خانم ناصر بود. همچنان خیلی هم دوستتون دارم ولی نمیدونم دارم چه حسی میگیرم. اما الان هر چیزی که شهر بگه، منم شهرم، شهروندم و بین این دوتا انتخاب منم پشت دست شما بازی میکنم. منتها ازتون خواهش میکنم که به نظرم ایشون درصد بیشتریه، یه فکری بکنیم، چون راجع به آقای صالحی میشه یه ذره مردد بود ولی راجع به آقای زندی به نظرم اگر قرار اجماع کنیم ابتدا آقای زندی رو بدیم بره و بعد یه فکری به حالا خودمون کنیم. چرا برای لاکت افکت میزنی؟ صدا گذاری میتونه خارج از هم میگم خیلی زنده حرف نزدم، یعنی دیوونه میشی. چالش کسی نمیخواد. خب ما الان 9 نفریم. من پیشنهادم اینه که اجماع کنیم روی آقای صالحی که از اول بهش مشکوک بودیم، بندازیمش بیرون. شب آقای آقای جانسخت یا خانم جانسخت استعلام بگیره و بفهمیم که دنیا دست کیه،
تارگت من اول ایشون بودن هنوزم هستن. آقای معین قبول دارم بازیشون عوض شده. بازیشون وقتی که شهروندان خیلی هیجان زدن و آقای معین شما توی تمرین هم همیشه میان 48 ساعت بیدونی شما چرا نمیخوابی؟ توی تمرین هم هر بار میگفتین من الان فستم چون دیشب نخوابیدم. من از کلمه فست استفاده جواب ندید. ای کاش که شما با استراحت بیان که ما اگه شهرین ما دچار اشتباه نشیم. چون که یه کمی من به خانم ناصر مشکوکم ولی بهش الان تارگت نمیزنم، نمیتونم بگم که من اگه بخوام رأی بدم به اجماع کنم رو آقای سالی رأی میکنم، منتظر نظر شما هستم. جمله آخر متشکرم. منم معتقدم که الان اجماعمون که روی علی بوده عوضش نکنیم، روی علی اجماعمون انجام بدیم. الان به خاطر حالا چیزی که راجع به معین گفته شد عوضش نکنیم. برای منم معین مشکوکه، منظورم این نیستش که بگم معین الان سفیده. نه نه، فقط خواهش میکنم خانم ناصر وقتی نوبتتون شد یه توضیح بدین که این دلیل اتهام مجددتون به خانم امیر سلیمانی چی بود. بگید شاید برای خیلی همون سفیده سفید بشید. بچه ما اگه علی و معین رو با هم بیانیمشون به اجماع، اگه اعتقاد داریم هر دوشون مافیان، در نهایت یکیشون میره بیرون دیگه، درسته؟ یا اشتباه میکنم؟ من میگم اشتباه میکنم؟ تبر شدم؟ پانتومی بچه ها، عزیزان من، از این خانواده عقب نشینی کنید. معین زد که کاملا بازیش متفاوته. من انقدر که به معین زندی، البته به معین زندی انقدر که اعتماد دارم مافیاس، الان به علی، علی چون علی نه چون ضعیف، در هر صورت و هر دوی من که گزینه سوم ندارم که. الان اجماع کنیم رو معین یا علی. علی کیا؟ علی ان کیا؟ علی بریم برای علی. یا علی یا علی خانم ناصر بفهم شالش. من دلیل اتهامم به شما اینه که نمیدونم، فکر می جنس بازیه. اگر که شهرین یه چیزی بگی من قانعشم، من چشم عقب نشینی میکنم زیاد، ولی این دوتا رو بکش. Thank you. من اول از شروعش بگم که کم انجام گفتی که چرا تارگتم رو عوض میکنم. معلومه که من تارگتم رو عوض میکنم. کسی که شهرونده تارگتش رو عوض میکنه، میزنه، بر میگرده، یه دفعه این میزنه، یه دفعه اون میزنه، این اصلا چه استدلالیه؟ من شاید الان که بازی چرخیده و فهمیدیم دوتا مافیا بیرونه، کلن پس بکشم از همه یه چیزایی که گفتم و معذرت میخوام اگر احیانا شهر رو به اشتباه انداختم، که ظاهرا ننداختم چون دوتا مافیا دادیم بیرون. ولی در مورد اینکه حرفام حرفای غلطی بوده اصلا قبول ندارم، همچنان بهش معتقدم، چون حرفایی که میزنم بر اساس یک منطقیه، چون شاید منطقم منطق غلطی از آب در بیاد، ولی اصلا گمان و شک من بر اساس انرژی و موج و اینا نیست. به یک دلالی حرف میزنم، سعی میکنم اگر قابل گفتن باشه اون دلیلمو توضیح بدم. و اینکه چون که اشتباه کردم، ترجیح میدم که پشت دست شما دو نفر که دو تا مافیا رو به ما معرفی کردین بازی بکنم، چون خیلی اصرار داشتین به این دو نفر. پس بنابراین توضیحاتتون توضیحات شهره. بفرمایید. آقای زندی رئیس. چالش گرفتم من. بله. بفرمایید. من یه نکته جالب رو بگم که فروشنده منو محروم کرد از هر قابلیتی که هستم. شما چرا به این توجه نمی‌کنید؟ من الان چیم اگه مثلا مافیا باشم، شهروند باشم؟ من الان خیلی آدم بی‌ضرریم. چرا الان اجماع کردید رو من؟ چرا؟ اصلا گزینه سوم چرا نداریم؟ چرا الان فقط دو نفر؟ با صدای عجیب داری. ببخشید تای صحبت کیه؟ خود آقای زندی؟ معینه. بگو از زیبا دل من بردی، حرفی نزدی اصلا. دوستان من در لفافه بهتون نقشم رو گفتم و تقریبا نقش نیمی از شما رو کامل میدونم. بنده شهروندم آقای اوجی. تو چشام نگاه کنو، نگاه کنو. حدستو بذار تو دست. حدستو بذار تو دستم. من شهروندم آقای منوچهر هادی.
بنده شهروند شما هستم. شستتو به سمت بالا بیار. شما هم. مافیاتون آقای مدرسه. حالا خواهید دید. طولی نمیکشه. و ایشون که بلند میشن میگن من قابلیتی ندارم بذارید من توی بازی بمونم. این اشتباه رو نکن. آقای اوجی ازت خواهش میکنم منو بیرون نند. خب از گرداننده میشه چالش گرفت. برای رای گیری. خیلی. بریم برای رای گیری. آقای صفا که کیک شدن. آقای آقاپور بیستید لطفاً. آرا. صفر. آقای اوجی بیستند. آرا. صفر. بفرمید. آقای مدرس بیستند. آرا. صفر. یک. با تأخیر نه. بفرمید. آقای صالحی همه بفرمایید. هشت رای. خانم میر امینی صفر بفرمایید. خانم امیر سلیمانی یک بفرمایید. آقای هادی صفر یک بفرمایید. اونم تأخیری بود. صفر. خانم ناصر صفر بفرمایید. و آقای زندی پنج. خب پس دو نفر میان توی دفاعیه. آقای صالحی و آقای زندی باید دفاع کنید. اول آقای صالحی که آراشون بیشتره. من حرفامو زدم. من گفتم در حال خیلی اهل داد زدن نیستم که شهروندم و به دردتون میخورم. اجماع کردین، تصمیم گرفتین، دمتون گرم. شانسامو میذارم رو کارت ذهن زیبا. متشکرم. آقای زندی بایستید دفاع کنید. چی این دوتا چیز میذارن چیه؟ ایزن. ایزن. همونا رو تکرار میکنم. من شهرم. متشکرم. چشمها بسته به خواب نیمروزی میریم. آرا به آقای صالحی. متشکرم. دست ها پایین. آرا به آقای زندی. متشکرم. دست ها پایین. شهردار چشم باز کنه. نوبت شماست آقای شهر. آیا میخواید رأی گیری رو ملغا بکنید؟ آیا میخواید به کسی رأی خروج مستقیم بدید؟ یا هیچ کاری نکنید؟ شهردار بخوابه. روز که هست چشم ها رو باز میکنیم. از خواب نیمروزی بیرون میاییم. همچنان پنیر خوشمزه بف روی میزهاتون دارین. اگه انرژیتون افتاده یا احساس ضعف میکنید میل کنید میچسبه. یه تیکه نون سنگک هم برام بیارین با این پنیر. نون سنگک. آه فکر خوبیه. خب دیگه بخوریم دیگه. این چیه؟ اما پنیر گوشتی رو بزن. و اما نتیجه رای گیری. جناب آقای صالحی 5 رای. جناب آقای زندی 2 رای. بنابراین آقای صالحی سر جاشون میشینن. چون شهردار وارد عمل شد و دستور خروج مستقیم داد به آقای زندی. به افتخارشون دست بزنید. ما اینجا بیا کنار من. یک کارت حرکت آخر دارید. 1 2 3 4 5 چندومی؟ شلیک نهایی. چندومی؟ یه شلیک نهایی. سه. سومی. 1 2 3 چی اومد؟ اوه همونجا دلش میخواست اومد. خب پس بی معطلی چشم ها رو میبندید. 3 2 1 شب میشود. در این شب مافیا دیگه حق شلیک نداره. به جاش آقای زندی شلیک میکنه. بنابراین اسلحه رو به دست ایشون میدم. چشم ها بسته، سرها پایین. فکر کردی تو رو میزنم. خانم میرم اینی سر پایین. متشکرم. شخصی که میخواهید به شلیک کنید نشون بدید و صدا ایجاد نکنید. شلیک کنید. در شب کسی اکت نداشته باشه، اشاره به چیزی نداشته باشه. Thank you.
بعداً شما رو تشویق میکنیم. میریم برای ادامه. مافیا چشم ها باز. دکتر لکتر انتخابش رو به من نشون بده. بسیار خوب. کل مافیا بخوابن. دکتر بازی چشم باز کنه. انتخابش رو به من بگیر. دکتر بخوابه. کاراگاه بازی بیدار شه. استعلامش از من بپرسه. کاراگاه بخواب. حرفه‌ای چشم باز کن. حرفه‌ای بخوابه. روان پزشک بیدار. یه فرصت هنوز باقی. آیا میخواد؟ متوجه شدم. روان پزشک بخواب. خوبم بخواب. جان سخت. آخرین استعلام شماست. آیا میخواید؟ جان سخت هم بخوابه. 3-2-1 روز میشم. روان پزشک کاری نکرد، اجازه داد همه حرف بزنن. جان سخت هم استعلام آخرشو گرفت. اعلام خواهم کرد. و اما کشته این شب جناب آقای سرکار خانم جناب آقای خون به جیگرم کردی بود بودی که خوشم امیرترین حسین شهر برو برو که مثل لفظ خودت این بار خیلی به کار نبردی عزیزم که بگفتی در کنونی ترین شرایط هستی. خب امیرترین حسین شهر رو تشویق کنین بدون هیچ وصیت جمع ما رو ترک کنید. خودت بود کردیم را الان تو کوه پشه زاید. زنده باش. خب آیا آقاکو لطفا بیاید به این میز. بله. میخواید بدونی کی بیرونه؟ یه کشته داشتیم دیشب. پس به اون دوتا مافیای قبلی یک مافیا و دو شهروند اضافه کنه. خب مافیایی که بهشون اضافه شده دکتر لکتر. دکتر لکتر هم بیرونه. شهروند هایی که از بازی رفتن بیرون یک شهروند ساده و یک فروشنده. آخر خوش نمیشه دارم سرت تو دلت بدون. بله تقریبا با افکت هایی که روی لایک دیس لایک ها میذارید داریم کارو میکنیم. بفرم سر صحبت خانم امیر امینی. انتهای صحبت خانم امیر سلیم. نه این خواهم این بری به چرخه. آره قطعا آقای صالحی دیگه به نظرم مافیاسو خیلی طرف نزنیم دیگه مشخصه و حرفه‌ای هم من فکر کنم که احتمالاً آقای مدرس بوده شاید که به هر حال دیشب بعد حرفه‌ای قاعدتاً میزد با این وضعی یا یه اتفاقی افتاده من نمیدونم ولی آقای صالحی به نظرم قطعاً دیگه روشون اجماع کنیم. خیلی وقتتون رو نمیگیرم همین دیگه حرفی ندارم. کاملا موافقم بزنیم در چالش. ببینید ما از اول بازی
روی ایشون تارگت زدیم و همه الان تقریبا اکثریت مطمئنیم ایشونه. الان تا شهروندامون کم نشده ایشونو بندازیم بیرون، اگه بگن شهروندا بردن که بردن، اگه نه یه خورده کارمون سخت میشه، بگردیم اون یکی مافیا رو پیدا کنیم. توجه کنیم که ما یک مافیای ساده فقط تو بازی داریم. ایشونو این دست بندازیم بیرون، یا شهر برنده میشه یا بگردیم دنبال اون یه نفر تا کم نشده تعدادمون. خب خانم ناصر، شما فکر کنم که حالا نه اینکه الان به من تارگت زدین، دیشب مافیا حق کشتن نداشت. چجوری الان میگید؟ شلیک نهایی بود. الان چرا گفتین؟ الان همه اجماع کردین رو من. منو چرا جان ببخشید، من پشت دست تا ولی اینجا رو از همین اتفاق انقدر قاطعانه تصمیم نگیرید. منم که فروشنده منو بی سلاح کرده، هر چی که باشم. یه ذره فکر کنید، هستم در خدمتتون. اوکی، بعد من چالش میخواد علیه. لطفاً بچه اصلا دیگه... حرف زدن نداره دیگه علی آقا جان. لطفاً تو اکتاتون دیگه صدا نداشته باشید، ممکنه تمرکز کسی که حرف میزنه. قول نمیدم تو دستای بعدی، ولی اینجا رو قول میدم. بچه دیگه اصلا حرف زدن نداره، دنبال حرف زدن چی هستین؟ حرف نزنین، حرف نزنین، تمومش کنیم بندازیم بره بیرون. بابا قالچی بکه اصلا برای چی ما این همه شهروند دست دادیم کیک بخوره؟ اون یکی انقدر هرسش دادین کیک خور، ول کنیم و بندازیم بره. بابا حوصله ندارم. اجماع کنیم. بله، فقط یه نکته ای، حرفه‌ای تو بازیه، حرفه‌ای بیرون نیستش. حرفه‌ای به نظرم شلیک نکرده طبق شواهد و قرائن، که چون که گفتن نقشای شهروند، یه شهروند ساده بیرون داریم و یه دونه فروشنده. عزیزم آقای معین زندی مافیا بود، اومد یه شهروند زد انداخت بیرون. اصلا این چرا بحث میکنی راجبش؟ بندازیم بره دیگه، بردار بره. این چه حرفی ندارم، آقای ساله مافیا است. آقای عادی، علی سالی به تبریک میگم، یک افتخاریه شهر به این قوی، تو نفر آخر مافیا هستی. خوشحالم که پیشرفت کردی. ولی بچه حرفه‌ای دیشب میتونست بزنه تموم کنه، چرا نزد؟ همین یه خورده رو میشه به حرفه‌ای گرفت. شاید اشتباه کرده. باشالله علی، کاری کرد. کیک. حالا میر امینی از بازی اخراج شد. بله ببخشید. تشویقشون کرد. بخواد برگی فرم دیخواد کنی. خانم امیر سلیمانی بفرمایید. این حس خوبی داریم. بندازیم آقای صالحی و بیرون، بازی تموم شه، خسته شدیم. همین. آقای صالحی بیسید. آرا. همه پنجتا بفرمایید. آقای اوجی بیسید. آرا. صفر. آقای آقاپور. آرا. صفر. خانم ناصر. آرا. صفر. آقای هادی. آرا. یک. خانم امیر سلیمانی. آرا. یک. بفرمایید. تک دفاع. آقای صالحی بفرمایید. دفاعی ندارم، بد جور بد تصمیمی گرفتم. بذار بیام رو ذهن زیبای شانس خودم افتم. همون ایستاده باشید، رای گیری میکنم. دفاعشون کوتاه بود. آرا همون مقدار جنگ ما رو تک میکنید. کنار من بیستید. یک، دو، سه، چهار. چندومی؟ چهار. آقا دیگه اصلا حق دارن به ما شک کنن، من بعد حق دارن که به ما شک کنن. نوستراداموس مافیا تا اینجا خود خودش بوده. اصلا دیگه مسخره بازی شد. بگم؟ بگو لخشه کی؟ علی اوجی شهردار. علی اوجی شهردار؟ چطور ممکنه بازم حد بزنی؟ ولی خب بالاخره یه جا باید اشتباه بشه. تشویقشون کنی، از بازی میرم بیرون. بفرمایید علی جا. خب. اون شهردار بودی؟ خب. میخواستم بگم. بین منوشه و علی ساده ها. ای ساده ها. آقای علی اوجی بیاین اینجا بشین. بیا
ببین اون یه دونه مافیا چجوری بازی کرده. با اعلام من میخوام در کنار هم شادی کنیم. شهروندا بود. من گفتم از همونجا بازی رو از دست دادم. من خیلی سپاس میکنم. منوچهر شهردار بودی؟ آره. من شهردار منو حرفه‌ای نگران داشتم. وارد آره من بین تو علی گیر کردم. می‌خواستم بگم. من بین شما دو تا گیر کردم. چیزی شهردار رو گفتم. خیلی انگار مست. ببین ما به خودمون منوچهر ما به خودمون مافی می‌گیریم. داشتیم اول بازی گفتم تو رو بزنه کمن سر صدا کردیم کمن زد. من از اول گفتم. نه ما به خودمون باختیم. خیلی بد بودیم. خیلی بد بودیم. ما لیدر نداشتیم. من خودم سرکرم شما به من شکلی کردیم. من رضا میخواستم بین اینو علی و جیش هر بگیر کردیم. سه دو یک حریف ماجرا این شکلیه که دو دست پشت سر هم ذهن زیبا افتاد و من درست حد زدم خدا رو شکر و ملقب شدم به نوستراداموس پیشگو همه اینا. این دفعه هم ذهن زیبا رو اصلا بهت بدم تو رو همون اون بازی کن. ببین بیفته باز میگم من یه الهامی به من میشه راستش اینجوریه دیگه. خوب بازی کردم و کاری ندارم ولی دوباره شما متهم شدید به جلو دوربین نمیگم ولی خدایی یکی از بچه های ما چشماتون رو دیدن آقا انگا فقط به تو میچسبه فروشنده اما فروشندگی نمی کنم چون به همه شک دارم تو وقتی باید سایلنس کنی که دو حالت داری یا بدونی قطع مافیاست که فردا روش اجماع کنن نتونه دفاع کنه یا باید به این نتیجه برسی که این شهرونده ولی خبره داره شهر رو خراب میکنه سایلنس یا اینکه کلا تو فاز مافیایی یه پلیر رو بالا بدونی بالا بدونی من راجع به ایمان کلن احتمال اینکه مافیا باشه برام بیشتر از اینکه ولی من باشه تو 95 برات مافیا بودم درسته؟ 5% برات شهر بودم گند زدی تو شهر اگه اون شب بیخوابی نمیاد که یکی دیگمونم میمون چه گندی زدم؟ دوتا هست و اولمون مافیا بود دیگه چه گندی؟ الان با سالین شدن ما مگه ما زرنی کردیم با سالین شدن تو دوتا هست و اولمون اگر ما بیخوابی نداشتیم من میزدن چی؟ حالا که بیخوابی داشتیم عملا اتفاقی که افتاد که منجر به خسارتی نشده این که تو با 200 سرعت بری تو دیوار و بگی ماشینم ای وقت بشه با شد هیچی نشد تو کار درست نیست ببین من نمیخوام تو رو محکوم کنم یه چیزی رو در بازی بدون که چه شکلیه شما منو سایلنت کردی کسی که میتونه خانم ناصری که به اون رأی داده رو مجاب کنه که خانم ناصری داری اشتباه بازی کسی که میتونه همون فرداش پاشه و بگه کمند امیر سلیمانی بر من سفیده چون 6 تا رأی اومد و هیچ کی دیگه بهش رأی نداد آقا خیلی مخلصه یه من بلند میشم وقتی مافیا هم بازی رو توضیح میدم یعنی دروغ نمیگم بازم دروغ وارد بازی خداییش نمیگم فقط یه موقعی اونم معلومه بخنده میگم من شرفنده یعنی قشنگ شوری درست آقای افناله بله شما یه لحظه بیا اینجا خیلی شیطونی آقای ابوطالب چرا با من بدی چرا بدی با من اصلا بازی نقشه یه آدم بد رو داری بازی میکنه قرار نیست که با هم توهین بکنی
و یا تحقیر کنیم هم دیگر رو. بازی کردن و من بیشتر دوستشون داشتم تا اینکه، یعنی بیشتر حتی یادم مونده، اصلا مهم نبوده برام که آخر بازی برنده شدن یا باختن، ولی اون شخصیت اون آدم خیلی برام بیشتر توی آدم مونده. من کارم توی این بازی اینه که لینک شهروندا رو پیدا کنم، مافیا پیدا نمی‌کنم. من لینک شهروندی پیدا می‌کنم، یک مافیا می‌بینم، نگاهم کنم ببینم کی به مافیای رنگ ده. فلان که جنیدی 100 بر من مافیا بود. علی صالحی رو چجوری پیدا کردم؟ خوشحالم گفتم فلان که جنیدی آقا بعد رای بدیم بریم. علی صالحی نفر آخر بود. سایلنت هم بودم. اینجوری که میخوام بهت بگم این اصلا من مافیا بود. چرا؟ چون این وقتی شهرونده پامش میگه تو تارگت های من. چرا اصلا اهمیت ندادی که این چی؟ من آقا سه تا مافیا نگفتم. سه روز مدافعه هیچی نگفت. چرا سایلنتش نکردی؟ چرا سایلنتش نکردی؟ وحید از سکوتش داره بهترین. من یه تارگت به کمند دادم، یه تارگت به تو. تارگت روز اولی دیگه میخوام ببینم چند نفر به تو رأی میدن. چند نفر به اون مافیا هامو پیدا کنم، اونایی که موج سوالی میکنن رو پیدا کنم. آقای علی آقا خوب شد ما یه کاری کردیم. آقای علی صالحی به جای این کارا یه ذره فکر تو بازی رو یه تنه یه ساید رو به فنا میدی. غیر از من دیده کی از من داشتی؟ غیر از تو من یه پازلت دارم، دو چیز زن داشتم، به حدیث زن. چرا اونو سایه نکنی؟ برای اینکه با تو بازی کردم تو رو میدونم دیگه. آقای روان پزشک، شاید اگه با حدیث هم اینقدر بازی کرده بودم مثلا آقای تا اگه با من اینقدر بازی کردی که واسه ساب که بازی من این بلد میشه. آقای روان پزشک ساب که بازی تو اینه، تو چه شهروند باشی چه مافیا همینه بازی. خب باشه یه روز اتفاقا بلدم دیگه، مثلا یه روز بلدم. یک روز با خلاف ادعای علی هوجی که میگه که ایمان ببین فلانه، یک روز باید به خودت فرصت بدی. کاری که به منوچهر میگم نمیکنه. منوچهر یه مافیای ذهنی میذاره میگه ایمان مافیا، سه دست میگفت ایمان مافیا. فکت آوردم گفتم بلند شو دفاع کن، بلند شد یه راست از این بر میز گیر داده به این دست، بعد گیر داده به این، معلومه مافیاست، بلد نیست که بزنه، استرس گرفته گوشت. چرا گیر داده به امیر حسین؟ چه مشکلی داشت؟ دوباره دست بعد امیر حسین، هیچ توضیحی نمیده. تارگت بد میزنم، بعد بلند شو دفاع کنیم. اولش بدون فکت اولش گفتم دو دست اولین بار بهش بدون فکت تارگت زدی که من بلند شدم گفتم تو به من میگی من نگفتم، گفتم این بار حرفا رو بشنوم. بلند شد حرف زد دست دوم و تارگت زد به ایشون، دست دوم دوباره تارگت زد به ایشون، من دارم بهش تارگت میزنم هیچ دفاعی نمیکنه، میره یه چیز دیگه. اوکی ولی تارگت اولی که بهش زدی تارگت چیز بود؟ این رو هوا زدی که من بهت گفتم تو خودت به من میگی بدون فکت تارگت نزن، بعد خودت بدون فکت میزنی که بعد شروع کردی یه سری چیز گفت. بازی باحالی بود. من با شما تارگت زدم خانم کیانی سه بار حداقل. هم منم همین رو گفتم. الان تو میخوای بزنی به یکی دیگه هم بزن. این برو بگیر. یه شهر قدرتمند رو امادی کاره با من سیدی در واقع همه یه تشریفات درست و یه ذره در واقع همه با هم خوب بودن بچه های شهر من. به نظر من یه خورده ایمان صفا عشق من ها، ولی یه جوری شروع میکنه میدونی اونایی که بازی بلد نیستن دیگه نمیتونن رأی بدن، نمیتونن تحلیل کنن و میرن الکی پشت دستش. اصلا باید درست بازی کنیم. هیجان بیش از حد میتونه لطمه بزنه به شهر. ما نه با ما کچی که همه بودیم، خانم میرمیری داشت خراب میکرد دو سه بار، ولی دو سه بار چک کرد. علی اوجی خوب میشد. نه مهم نیست، شک دیگه. برای اینکه یه دفعه میرفته توی فاز دیگه همه رفته. ببین وقتی اجماع میکنن آقا نیمرو خیلی سالاییه، دیدین چقدر مظلومه. من گفتم رای میگیرم که 100% میرو دیدیم، ولی 1% اگه شهر برماشه من تیرم رو نگه دارم. چی بودی؟ حرفه ای بودی؟ بلش کن نمیدونم. چرا نزدی روشم؟ من شهردار شدم علی رو میدونستم، ولی شهردار شدم مهم زدم. شب بود علی رو میزدی تموم، چون مهم که اومد اینجا، مهم اومد شدی که نهایی امیر حسین زد. همون شب تو چرا علی رو نزدی؟ تموم بود بازی. گفتم دیگه بخاطر شهردار شدم. نگه علی آجی تو روز اخراج شد. آره دیگه تو روز آقا بود به من گفت
چرا حرفه‌ای نزده بودم، شاید اشتباه کرده. بابا شما رو بیرون. آها پس در نهایت میرفتی بیرون. اگه اشتباه زده باشی میرفتی بیرون. علی بازه جزدی. علی اولش منم شک انداخت. پشت لیندا وایسان. فلامک هم که رفت اون دیدم یه دونه مافیا دو تا مافیا نمیدازه ممکنه یه نفر رو مثلا آدم فروشی کنه به نقب مافیا که شک بیش داره ولی دو تا که رفت اون دیگه رفتن پشت هست خب میشناسمش آره مافیاش هم میشناسیدش آره دیگه منم همینجا منو دیدم چششون رو شب باز کردم ادعای بزرگیه خانم که من دیدم که دیدم پس اصلا هیچ آره وگرنه من داشتم خیلی خوب بازی میکردم نسبت به دهه پیش خیلی استرسش کم یعنی مظلوم واقع شدی یه جورایی یه جورایی ولی این دست شهرمند رو انشالله میشه من دا انشالله مافیا باشم چرا که من و های رفیق احتیاط کن اینجا سایه ها نور رو بردن تو این شبای مافیا بره ها گرگ و خوردن من به شهر مشکوکم به تمامی کوچه ها من نارو زدن یک به یک تن به تن تو سکوت و بی کسی توی تنها یار من